درود بفرمایید. میفرستم درود میفرستم خدمت دوستان و همکاران محترم حاضر در جلسه و دوستانی که ما رو به صورت لایو از یوتیوب و به صورت صوتی ما رو دنبال میکنن. در خدمتتون هستیم. جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در زمان شنبه 2 آپریل 2022 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی و ساعت 18:30 به وقت ایران. دعوت میکنم در ابتدا در واقع درخواستی میدارم که سخنرانان و موضوعشون رو براتون یک بار قرائت بکنم و در خدمت شما عزیزان هستیم. سرکار خانم مهنوش ایمانی چگینی، تحلیل اخبار موارد نقض حقوق کار و کارگر در اسفند ماه 1400. سرکار خانم مهناز ترابی، کنوانسیون تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای احسان احمدی خواه، کسب و کارهای دانش بنیان، جناب آقای اکبر محمدی با موضوع سخنانی بهداشت و امنیت کارگران و جناب آقای امیر حسین فانی با موضوع کارگر فصلی. و ضمن اینکه موضوع بحث آزاد ما حق امنیت اجتماعی هستش، دوستان و همکاران عزیز خواهشمند هستم که در پایان هر سخنانی نقطه نظراتی داریم، در واقع انتقاد و پیشنهادی اگه هست ما پذیرای شنیدن هستیم و در واقع نقطه نظرات شما رو میطلبه که حتما در جلسه مشارکت داشته باشین و در واقع 3 دقیقه وقت رو مد نظر داشته باشین. خب سخنان اول اگر اعلام آمادگی بفرمایید در خدمت شما هستیم. اگر لطف بفرمایید سخنان اول مایک رو در اختیارشون قرار میدیم. صدای شما داخل جلسه نیستش، اگر لطف بفرمایید. با سلام خدمت تمام عزیزان که در جلسه حضور دارن، در خدمتشون هستم با موارد نقض حقوق کار و کارگر در اسفند ماه. مواردی رو که خدمتشون عرض میکنم اخبار کامل و 100% نقض نیستن، بلکه به طور خلاصه هستن به دلیل کمبود وقت. شما دوستان میتونید در کمیته کارگروه کمیته کار و کارگر به صورت کامل اخبار رو دنبال کنید. و همچنین من در نظر دارم ماده 3، ماده 5، 23 و 22 رو کمی به صورت توضیحوار بیشتر برای دوستان تشریحی بخونم. مرگ 2 کارگر معدن در شهرستان نور، کارگران که 27 و 24 ساله و تبعه کشور افغانستان بودند، در محل حادثه جان باختن و پیکر اونها به سرخونه بیمارستان نور منتقل شد. علت دقیق حادثه و جزئیات اون هنوز متاسفانه اعلام نشده. 7 کارگر در رشت، اردبیل و عراق دچار حادثه شدند. در این حوادث 6 کارگر مصدوم، 1 کارگر جان باخت. در ایران در زمینه مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان متاسفانه رتبه 102 رو به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینیه. 4 اسفند ماه ساعت 13:30 خبر رسید که یکی از کارگران شهرداری در کارخانه آسفالت تکاب دچار حادثه شده و متاسفانه
دست از ناحیه بازو دستشون قطع شده بود. که آقای براتی اضافه میکنه که میگه متاسفانه بیمارستان تکاب از کوچکترین امکانات درمانی برخوردار نبود و بیمارستان جدید شهر هم که بعد از 2 دهه افتتاح شده هنوز به استانداردهای لازم نرسیده. با توجه به اینکه پیوند عضو قطع عضو باید در کمتر از 6 ساعت انجام میشد، لذا همگی در تلاش بودند تا بتونن از مجهزترین و نزدیکترین مرکز درمانی به تکاب برای انجام عمل جراحی پیوند عضو پذیرش بگیرن. که پس از اون نیز مصدوم با یک که موفق نمیشن در طول این مدت، پس از اون نیز مصدوم با یک پرستار و به همراه و یک همراه راهی تهران میشن تا شاید در تایمی که باقی مونده بتونن عضو قطع شده رو دوباره به بدن ایشون پیوند بزنن. باز هم در این فاصله زمان زیادی تلف میشه و با حضور پزشک متخصص در بیمارستان تقریبا ساعت 6 عصر ایشون اعلام میکنه که متاسفانه دست قطع شده به یک بافت مرده تبدیل شده و دیگر امکان پیوند اعضا وجود نداره. روز 12 دی تعداد حوادث ناشی از کار در ایران بسیار بالاست. این رو هم آمار رسمی تایید میکنن و هم خبرهای بیشماری که در طول سال از تعداد این حوادث به گوش میرسه. طبق آماری که سازمان تامین اجتماعی از حوادث کار سال 1399 ارائه کرده بود، در این سال 44441 حادثه ناشی از کار ثبت شده. وزارت کار نیز آمار حوادث کار سال 99 رو 9295 مورد اعلام کرده. همچنین علی حسین رعیتی فر معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه در آخرین اظهارات خودش گفته سالانه 13,000 حادثه ناشی از کار در کشور رخ میده که 700 تا 800 مورد اون منجر به فوت میشه. اگرچه تفاوت فاحشی بین آمارهای رسمی منتشر شده از حوادث کار وجود داره، اما چه آمار دست پایین رو ملاک قرار بدیم و چه آمار دست بالا رو، در هر حال آمار حادثه کار در ایران رقم بسیار بالایی رو نشون میده. این موضوع زمانی بیش از پیش مشخص میشه که بدونیم این آمار در برخی از کشورها به صفر نزدیک شده. به علاوه باید در نظر گرفت که آمار رسمی همیشه میزانی کمتر از اون چه که در واقعیت اتفاق افتاده رو نشون میده. طی 3 ماه گذشته تنها به دلیل سقوط از ارتفاع و انفجار مین 9 تن از کولبران دچار حادثه شدند. این آمار فقط مربوط به نوار مرزی نوسود و بانه هستش. طبق آمار آزاد اسماعیل پور فوت کرده و 8 نفر دیگر دچار صدمات شدید به سر، قطع عضو و یا جراحات شدید شدن. 19 اسفند ماه 1400 تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان سردشت منجر به زخمی شدن یک کولبر میشه. هویت این کولبر کیوان قادری 27 ساله متأهل و دارای فرزند و اهل سردشت عنوان شده. 20 اسفند ماه در پی تیراندازی نیروهای نظامی در منطقه 8 بندی شهرستان میناب، یک سوختبر با هویت این شهروند علیرضا رستمی جان خودش رو از دست میده. خب دوستان عزیز، خبرهایی که خدمتتون اعلام کردم نقض اهداف سند 23 میباشه. 23 یونسکو، هدف 16 ترویج جوامع صلح‌طلب و فرهنگ توسعه پایدار و دسترسی عدالت برای همه، ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو در تمام سطوح و همچنین نقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر به مهمترین حق هر انسان یعنی حق حیات اشاره میکنه، حقی که از بعد به تولد با انسان زاده میشه، که در این بند به سادگی بیان میشه که هر انسانی باید از حقوق مشخصی مثل حق زندگی، آزادی و امنیت برخوردار بشه. به عبارت ساده هیچ انسانی نباید کشته بشه و امنیت او به خطر بیفته و همچنین آزادی او سلب بشه.
اما این حقوق در حکومت جمهوری اسلامی آیا اجرا میشه؟ با اخباری که خوندم متوجه شدید که تحت هیچ عنوانی اجرا نخواهد شد. ایران جز معدود کشورهایی که تا کنون مجازات مرگ رو هم حتی لغو نکرده. و همچنین نقض ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی و ماده 23 حق امنیت کار می باشد. خب حالا می رسیم به اعتصابات که آمارشون بسیار زیاد بوده طی یکی دو سال اخیر به خاطر گرونی ها و همچنین حمایت نکردن دولت. اعتصابات با دلایل وضعیت مطالبات صنفی، وضعیت شغلی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به پرداخت نشدن حقوق، اجرا نشدن همسانسازی حقوق و چپاول صندوق‌های بازنشستگی، تأخیر در پرداخت حقوق، معوقات، اجرایی نشدن طرح تسری فوق‌العاده و به منظور افزایش حقوق و سایر موارد برگزار شده. از جمله این اعتراضات و اعتصابات میتونیم به 5 اسفندماه شماری از معلمان حق و تدریس مرحله 3 و همچنین جمعی از سهامداران بورس به طور جداگانه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی واقع در تهران تجمع کردند. همچنین کارگران پتروشیمی آبادان در محل کار خود دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. تجمع و اعتصاب کارگران کاغذسازی پارس، کارگران معدن تزره، امیدوارم اسمش رو درست خونده باشم، راهداری استان چهارمحال بختیاری، تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی، تجمع بازنشستگان فولاد در اصفهان و البرز غربی، کارگران شهرداری یاسوج، تجمع کارکنان جهاد کشاورزی استان چهارمحال بختیاری و همچنین اینها رو داشتیم. البته خیلی بیشتر هستن، من فقط به تعداد معدودی از اینها اکتفا کردم. 22 اسفند ما خبرنگاران و روزنامه نگاران همشهری در اعتراض به عدم پرداخت عیدی و مزایای مربوط دست از کار کشیدن و در دفتر این روزنامه تجمع کردن. خب همچنین خب این اعتصابات نقض چه موادی هستش؟ نقض ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی، ماده 23 حق امنیت کار و همچنین نقض ماده 20 ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق اعتصابات و تظاهرات و همچنین که من اینجا ماده 20 رو سعی میکنم برای شما عزیزان به طور مختصر توضیح بدم. هر انسانی رو محق به آزادی گرد همایی و تشکیل انجمنها و مسالمت آمیز میدونن و تاکید میکنن که هیچ کاری رو نمیبایست و مجبور به شرکت در هیچ انجمنی کرد. آزادی اجتماع و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است و یکی از حقوق اساسی هر انسانی هستش. و همچنین در ماده 23 داریم اعلامیه جهانی حقوق بشر که تصریح میکنه هر انسانی حق داره کار کنه، کار خودشو آزادانه انتخاب کنه و شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشه و در مواقع بیکاری مورد حمایت قرار بگیره. این ماده شامل 4 بند هستش که به کار برابر، در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه‌های صنفی تاکید میکنه. در بند 2 و بند 3 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده هر انسانی سزاوار تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کنه. هر کسی که کار میکنه سزاوار دریافتی پاداش منصفانه و مطلوب برای تأمین خیش و خانواده خیش موافق با حیثیت کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار باشه.
جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیثیت معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیاری دست پنجه نرم می‌کنند و همچنین در تبصره دو ماده 7 قانون کار داریم که میگه دولت بایستی کارهای دائم و غیر دائم رو مشخص کنه، زیرا اثبات شغلی یکی از اولویت‌های اصلی جامعه کارگری کشوره. متاسفانه کارگران زحمتکش این مرز و بوم امروز از نبود ثبات شغلی در رنج و مشقت هستند و ثبات شغلی لازمه کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصاد و رفاه اجتماعی هستش. و همچنین در بند چهارمش که میگه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ببخشید دوستان من کمی بالا پایین میشه، خوب نمیبینم. در بند چهارم ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخصی حق داره که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل بده و به اتحادیه‌های صنفی بپیونده. خب متاسفانه با توجه به این موضوعاتی که برای شما دوستان خوندم، میبینیم در این در ماده 23 حقوق بشر که اومده هیچ کدومشون تقریبا رعایت نشده و نقض کامل و فاحشش هستش. اما بازداشت ها و آزادی هایی که در این ماه داشتیم، 4 اسفند ماه علی حسن بهامین معلم و فعال صنفی ساکن یاسوج آزاد شد. آقای بهامین روز قبل از این تاریخ در جریان تجمعات اعتراضی معلمان توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شده بود. خب جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات روزنامه‌نگاران و نویسندگان آبادانی برگزار شد. 7 اسفند 1400 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ماندانا صادقی، کورش کرمپور و سید حسن موسوی، 3 تن از روزنامه‌نگاران و نویسندگان اهل آبادان برگزار شد. در جریان این جلسه که در شعبه 4 دادگاه کیفری 1 اهواز با حضور اعضای هیئت منصفه در خصوص اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام برگزار شد، فرزانه زیلایی و فرشته تابنیان و وکلای مدافع این شهروندان به دفاع از اونها پرداختند. این منبع مطلع در خصوص اتهامات این شهروندان گفت اونا یه سایتی به نام فیدوس و مجله‌ای به نام یادگاری داشتن و گزارشی در خصوص اعتراضات سال 79 در آبادان نسبت به وضعیت آب منتشر کرده بودند. در این مطلب با اشاره به کشته شدن شماری از معترضان اون سال از علی خامنه‌ای به عنوان رهبر خواسته بودند که از مردم به همین دلیل عذرخواهی کنه. انتشار این مطلب موجب پرونده سازی و انتصاب اتهام توهین به رهبری شده. روح الله مردانی معلم و فعال صنفی فرهنگیان طی دریافت ابلاغیه‌ای به دادگاه شهرستان نورآباد از توابع استان لرستان احضار شد. ایراد پیربداغی فعال کارگری توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری، 2 سال محکومیت از عضویت در گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. تعداد فعالین سنفی بازداشت شده در جریان برگزاری تجمعی در حمایت از عزیز قاسمزاده به 5 تن افزایش پیدا کرد و همچنین شماری از تجمع کنندگان توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و 2 تن از اونها در بیمارستان بستری شدند. و همچنین فریبا مقدم و یه معلم زن دیگه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و در بیمارستان بستری شدند. اخبار فوق نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و همچنین ماده 19 حق آزادی بیان می باشد که ما داریم در ماده 5 که به صراحت ممنوعیت شکنجه رو بیان می کنه و اونو شکستن حرمت انسانی می دونه و در اصل 38 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر ممنوعیت شکنجه تاکید شده و
و به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی هر گونه شکنجه هم از جسمی، روحی و به هر وسیله و طرقی رو با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده و اونو فاقد اعتبار میدونه. اما ایران جز محدود کشورهایی بوده که به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته. دلیلش هم چون شورای نگهبان اونو مخالف موازین شرعی تشخیص میده و حاکمان جمهوری اسلامی نه تنها به نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مرتبط به اون فرضن، بلکه قوانین اساسی کشور خودشون رو هم زیر پا میذارن. خب اما حقوق و دستمزدها، رئیس کانون شورای کار مازندران با اشاره به نرخ تورم میگه حتی افزایش 40-50% دستمزد کارگران هم جوابگوی معیشت کارگران نیست. وی در حالی به این اظهارات می‌پردازه که دولت رئیسی در بودجه سال 1401 وعده افزایش 35% حقوق کارگران رو داده بود، وعده‌ای که هیچگاه عملی نشد و پس از رفت و برگشت‌های طولانی بین مجلس و دولت کارگران همچنان به انتظار نشستن، اما دولت و مجلس کارگران رو به هم پاس میدن و حکومت ضد کارگری نمیخواد نه تصمیم داره 45 میلیون کارگر ایرانی رو از فقر و گرسنگی برهاند. افزایش حداقل دستمزد 1401 دستمزد کارگران بدون سابقه و اولاد به 5,679,000 تومان رسید و بن 850 و حق مسکن به 650,000 تومان. که سهیلا جلودارزاده عضو هیئت اجرایی خانه کار و کارگر و نماینده مردم تهران در ادوار مجلس برخی نکات و مباحث رو به مسئولان یادآوری میکنه. جلودارزاده با بیان اینکه تصمیماتی که گاهن در مجلس و دولت برای جامعه کارگری گرفته میشه موجبات تأسف و حسرت این گروه از جامعه و دلسوزان اونو فراهم ساخته. افزود اگر در ادامه با حذف ارز ترجیحی با انفجار قیمت ها مواجه باشیم با یک فاجعه مواجه خواهیم بود، هرچند از همکنون درگیر یک فاجعه اقتصادی هستیم و امروز میبینیم که بحران مسکن در کنار هزینه های زندگی در سال 1401 عملا در حال کشاندن کارگران از حاشیه نشینی در شهرها به سمت زاغه نشینیه. سلامت خانواده های کارگری به دلیل افزایش فقر و به وضعیت وخیمی رسیده. عدم دسترسی به خدمات بهداشتی باعث افزایش بیماری در این قشر شده. و اما یه خبر جالب که برای خودم کمی سوال بود و خیلی جالب بود این بود که مربوط به مالیات هستش، که پزشکان عمومی، متخصصین و فوق تخصص و اینا و همچنین فرهنگیان و آموزگاران، دبیران، مشاوران، مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف 2,400,000,000 ریال معاف می باشند، در حالی که فاصله مزد بگیران از جمله کارگران اگر بیشتر از 67,200,000 ریال باشه در سال تومان باشه ببخشید در سال درآمد داشته باشن باید مالیات پرداخت کنن و این یک نقض فاحشی هستش در قوانین جمهوری اسلامی ایران. خب خبرهایی که خدمتتون عرض کردم، نقض ماده 22 حق امنیت اجتماعی مالی و فرهنگی و همچنین نقض ماده 23 حق امنیت کار، ماده 25 حق خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات اجتماعی برای همه می باشه، که ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می داره که هر کس به عنوان عضوی از جامعه حق داره از امنیت اجتماعی برخوردار باشه و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین‌المللی با سازماندهی منابع هر مملکت حقوق سربناپذیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خودشو برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خودش به دست بیاره. رفاه و امنیت اجتماعی یعنی رعایت حق کرامت برابری انسان‌ها. رفاه و امنیت اجتماعی یعنی اعمال هر گونه تبعیض ناروا
به ویژه در دسترس شهروندان و به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی، فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع هستش و دولت باید از هر گونه تصمیم و اقدامی که منجر به ایجاد فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حق شهروندی بشه خودداری کنه. رفاه و امنیت اجتماعی یعنی حیثیت و اعتبار شهروندان مسئول از تعرض باشه. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به ویژه اونهایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار و بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا حتی از طریق نقل قول به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه بزنند. خب دوستان عزیز، با تشکر از اینکه به اخبار نقض حقوق کار کارگر گوش دادید، تشکر از شما. اگر احیانا سوالی هست یا انتقادی هست، پذیرای شما هستم. با تشکر. خیلی ممنون از شما خانم ترابی عزیز. بله، همینجور که مشاهدش هستیم و تمامی دوستان و همکارانی که در قسمت اخبار موارد نقض فعال هستن، مشاهده این هستیم که شاید به ندرت پیش بیاد که ما روزی رو پشت سر بذاریم که اخبار موارد، در واقع اخباری به دستمون نرسه مبنی بر نقض حقوق کار و کارگر و همچنین از همونجور که خود شما هم اشاره کردید به اعتراضات، اعتصابات اصناف و اتحادیه‌های کارگری و همچنین دادگاهی‌های ناعادلانه و حکم‌های ناعادلانه‌ای که این عزیزان دریافت می‌کنن، به امید روزی که ما شاهد این باشیم که این اخبار رو نشنویم یا شاهد کاهش این اخبار نقض حقوق بشر، در واقع نقض حقوق کار کارگر بشیم. از دوستان عزیز جناب آقای صادق فرخی دستشون بالا هستش، بنده الان مایک رو در اختیارتون قرار میدم، بفرمایید، میشنویم شما رو. ممنون از شما و ممنون از خانم چگینی بابت سخنرانیشون، خیلی عالی بود. و اینکه بله، ما متاسفانه توی جامعه ایران مشکلات خیلی زیادی از جمله مشکلات کارگری رو داریم و همونطور که در جریان هستی، دولت ایران هیچ گونه امنیت شغلی و هیچ گونه امنیتی برای کارگران در نظر نمیگیره، حتی از لحاظ هزینه‌ای که برای امنیت کارگرها باشه. و خودشم توی قانون اساسی، ما بیشتر بندهای قانون اساسی اگه مطالعه کرده باشین، چند بندش مربوط به کارگرها هست که حتی گفتن امنیت شغلی حتی برای کارگران ابزار کار و حتی وام داده بشه که سری ابزار کاریشون رو بتونن تهیه کنن و شغلی داشته باشن و بتونن امنیت، حتی در قبالش هم امنیت داشته باشن. ولی متاسفانه هیچ گونه رعایتی توی این قضیه نبوده. حتی توی ماده‌های حقوق بشر هم اگه حالا دیده باشیم، ما یه امنیت شغلی هست که متاسفانه ایران با اینکه ادعای رعایت حقوق بشر رو داره، ولی متاسفانه هیچ گونه پایبندی نسبت به این نداره. و همونجور که در جریان هستید، حدوداً 5 میلیون و حدوداً 600-700 پای حقوقی رو اعلام کردن که حقوق کارگری ها که متاسفانه خط فقر رو خودشون میان 10 میلیون تومن در نظر میگیرن، ولی میان یه حقوق 5-6 تومن رو تصویب میکنن. متاسفانه یه چیز خیلی غیر قابل باوره. و اینکه یه رئیس جمهوری میاد قبل از یک هفته مونده به پایان سال میاد فقر رو میخواد توی یک هفته میخواد ریشه‌کن کنه، یعنی چیزی که اعلام کرد، گفت که تو پایان سال ما میام دیگه هیچ گونه فقر رو قرار بود ریشه‌کن کنه. متاسفانه برعکس این همه چی اتفاق افتاد. الان چیزی که توی این 7-8 روز سال جدید داریم میبینی، سال 1401، متاسفانه همه چی داره خیلی به صورت جهش یافته داره گرونتر میشه و هیچ گونه مدیریتی هم توی قضیه نیست، بدون اینکه در نظر بگیرن حقوق یک کارگر و حق یک کارگر رو که ببینه آیا دخلش به خرجش میاد یا نه. ممنونم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. خیلی ممنون از شما. بله، دقیقا همینطور که شاهدش هستیم، خط فقر رو میان یک عدد رو اعلام میکنن و حقوق رو طوری اعلام میکنن که به خط فقر هم نمیرسه. بله، ما هر روز شاهد این گرونی
در واقع ناشی از تورم و فشار اقتصادی بر روی کار و کارگران هستیم، همونطور که شما فرمودین. تشکر از شما خانم سرکار، خانم شبنم رضاوند دستشون بالا هستش، بفرمایید میشنویم شما رو. خسته نباشید خانم ایمانی، خیلی زحمت کشیدید، خیلی ممنونم. من یه سوال دارم از خدمتتون. یک آماری دادید، فرمودید در سال آمار سال گذشته، ولی 1399 من شنیدم، اشتباه لفظی بود یا شما در واقع مال اسفند 1400 رو داریم در واقع مطرح میکنید؟ چه حوادثی اتفاق افتاده و یه بارم سه ماهه، آیا من اشتباه شنیدم یا شما تلفظ چیزی بوده بیانیتون؟ بله بفرمایید خانم شیرینی. نه درست شنیدید، این آمار کلی از اول سال 1399 بود تا پایان 1399، درست مال اسفند ماه بود، ولی آمار کلی رو ارائه داده بودن، برای همین من اعلامش کردم، مربوط به ماه نبود. 1400 رو ندیدم در واقع، برای همین 1399 رو بود که من اعلامش کردم، شاید 1400 هنوز مشخص نشده کامل. این چیزیه که من اطلاع دارم. خیلی ممنون از شما خانم چگینی عزیز. من عذرخواهی میکنم اسم شما رو هم یک بار به اشتباه خوندم. خانم رضاوند بفرمایید، ما در اختیار شما. خیلی ممنون از شما. بله ما معمولا سعی کنیم اسفند رو مطرح کنیم، سالانه رو بیام به خصوص مال سالهای گذشته رو توی این تحلیل که بیشتر تمایل داریم ببینیم سال ماه گذشته چه حوادثی وحشتناک دیگه ای بلایی به سرمون اومده به کارگرای ما. بیشتر ترجیح میدیم که اخبار بیشتری در ماه گذشته مطرح بشه، حوادث چون قد زیاده تا اینکه بخوام بگم مال سالهای گذشته رو. ولی با این حال ممنونم از شما، خسته نباشید، خیلی هم خوب تحلیل کردید. بله با سپاس از شما خانم چگینی و نکات خانم رضاوند عزیز. از بقیه دوستان و همکاران و شنونده‌های عزیز اگر صحبت و نقطه نظر و مشارکتی هستش بفرمایید، اگر نه که من بیدرنگ برای این که وقت رو از دست ندیم برم به سراغ سخنان بعدی. بله بیدرخت من میپردازم به سخنان بعدی، سرکار خانم مهناز ترابی با موضوع کنوانسیون تساوی عضویت کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بفهمین اگر شما دستتون رو بالا بکنید من مایک رو در اختیارتون قرار میدم. مایک در اختیار شما خانم ترابی، بفهمید. با سلام خدمت همگی و 13 به در همگی به خیر و شادی باشه انشالله. کنوانسیون تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش. شاهنشاهی ایران به مقابل نامه بین المللی شماره 100 مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش مصوب 18 اردیبهشت 1351 مطرح کرده که ماده واحده به دولت اجازه داده میشه به مقابل نامه بین المللی شماره 100 مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش مشتمل بر یک مقدمه و 14 ماده که زمینه این قانون هست ملحق شود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقابل نامه زمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 26/11/1350 در جلسه روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1351 شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا جعفر شریف امامی مقابل نامه شماره 100 مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار
که بنا به دعوت هیئت مدیره دفتر بین المللی کار 34مین دوره اجلاسی خود را در تاریخ 6 ژوئن 1951 در شهر ژنو منعقد ساخته، پس از اتخاذ تصمیم نسبت به قبول پیشنهادی مختلف مربوط به اصل تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش، 7مین موضوع دستور دوره اجلاسیه و پس از اتخاذ تصمیم بر اینکه پیشنهادی مزبور به صورت یک مقابله نامه بین المللی درآید در تاریخ 29 ژوئن 1951 مقابله نامه زیر را تحت عنوان مقابله نامه مربوط به تساوی اجرت مورخ 1951 مورد تصویب قرار می‌دهد. ماده 1 عنوان می‌کند: به موجب این مقابله نامه الف اصطلاح اجرت شامل مزد و حقوق معمولی اعم از اصل یا حداقل و همچنین کلیه مزایای دیگری هست که به طور مستقیم به صورت نقد یا جنس از طرف کارفرما در ازای کار به کارگر پرداخت می شود. ب. عبارت تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش مربوط به نرخ اجرتی است که بدون تبعیض از نظر جنسیت تعیین گردد. ماده 1 و 2: هر یک از کشورهای عضو باید به وسائلی که منطبق با روش‌های معمول جهت تعیین میزان اجرت باشد، اجرای اصل تساوی اجرت کارگر زن و مرد را در قبال کار هم ارزش تشویق و تا حدودی که با روش‌های فوق‌العاده تطبیق نماید، اجرای آن را درباره عموم کارگران تأمین کند. 2. اجرای این اصل ممکن است به طرق زیر صورت گیرد: الف وضع قوانین داخلی، ب هر روشی که جهت تعیین میزان اجرت‌ها ضمن قوانین پیش‌بینی شده باشد، جیم انعقاد پیمان‌های دست جمعی میان کارفرمایان و کارگران، دال ترکیبی از این روش‌های مختلف. ماده 1 و 3: در صورتی که اقدامات فوق الذکر به نحوی باشد که اجرای مقررات این مقابله نامه را تسهیل نماید، ترتیباتی به منظور تشویق ارزیابی واقعی مشاغل بر اساس کارهایی که مشاغل مزبور متضمن می باشد به عمل خواهد آورد. 2. اتخاذ تصمیم در مورد اسلوبی که برای این ارزیابی بتوان وضع نمود درباره تعیین میزان اجرت با مقامات صلاحیت دار بوده و در موردی که میزان اجرت به موجب قراردادهای دست جمعی تعیین شده باشد با طرفین عاقد قراردادها خواهد بود. 3. اختلاف بین میزان اجرت در صورتی که بدون ملاحظه جنسیت ناشی از تفاوت‌های حاصل از ارزیابی کارهایی که باید انجام گیرد باشد، مخالف با اصل تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش محسوب نخواهد شد. ماده 4 بیان می‌کند: کشورهای عضو به هر ترتیبی که مناسب بدانند در طریق تأمین اجرای مقررات این مقابله نامه با سازمان‌های کارفرمایی و کارگری زینه همکاری خواهند کرد. ماده 5: تصویب رسمی این مقابله نامه از طرف مقامات صلاحیت دار به اطلاع مدیر کل دفتر بین المللی کار خواهد رسید و نام برده به ثبت آن اقدام خواهد کرد. ماده 6 و 1: این مقابله نامه فقط برای کشورهایی لازم الاجرا خواهد بود که الحاق آنان توسط مدیر کل دفتر بین المللی کار به ثبت رسیده باشد. 2. این مقابله نامه 12 ماه پس از اینکه الحاق دو کشور عضو توسط مدیر کل دفتر بین المللی کار به ثبت رسید وارد مرحله اجرا می گردد. 3. از آن پس این مقابله نامه برای هر کشور عضو 12 ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن کشور لازم الاجرا خواهد بود. ماده 7 عنوان می‌کنه که 1.
اعلامیه‌هایی که مطابق مقررات بند دوم از ماده 35 اساسنامه سازمان بین المللی کار جهت مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال می شود باید حاوی نکات زیر باشد. الف، سرزمین هایی که کشور زینب تعهد می نماید که مقررات این مقابله نامه را بدون هیچ جرح و تعدیبی در آنها اجرا نماید. ب، سرزمین هایی که کشور زینب متعهد می شود که مقررات این مقابله نامه را با تغییرات و اصلاحاتی در آنها مجزا سازد با ذکر چگونگی این تغییرات. جیم، سرزمین هایی که این مقابله نامه در آنها قابل اجرا نمی باشد با ذکر علل و جهات آن. دال، سرزمین هایی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها را به انجام مطالعات و تحقیقات بیشتری در اوضاع آن نواحی موکول بنماید. دوم، تعهدات مذکور در بند الف و ب از قسمت اول این ماده جزء لاینفک این مقابله نامه محسوب شده و به همان درجه لازم الاجرا خواهد بود. سوم، هر یک از کشورهای عضو می تواند با ارسال اعلامیه جدید جزءاً یا کلاً از موارد استثنایی که در اعلامیه های قبلی خود به استناد بندهای ب و جیم و دال قسمت اول این ماده قائل شده است صرف نظر کند. چهارم، هر یک از کشورهای عضو می تواند در ادواری که مطابق مقررات ماده 9 می توان از الحاق به این مقابله نامه صرف نظر نمود اعلامیه جدیدی برای مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال نموده و مفاد اعلامیه های قبلی خود را جزءاً یا کلاً تغییر و اوضاع سرزمین های معینی را اطلاع دهد. زنان کارگر نخستین قربانیان بحران های اقتصادی محسوب می شوند و هرگاه برنامه اخراج یا تعدیل نیرو پیاده سازی می شود زنان در صف اول قرار دارند و بسیاری از کارفرمایان معتقدند که زنان در صورت ازدواج و بارداری بهره‌وری کمتری دارند و با وجود تجربه و مهارت لازم کنار گذاشته می شوند. بررسی جمعیت 10 ساله و بیشتر سال 1397 نشان می‌دهد 40.5% جمعیت در سن کار و از نظر اقتصادی فعال بودند، یعنی در گروه شاغلان و بیکاران قرار گرفتند. همچنین نتایج مزبور بیانگر این است که نرخ مشارکت اقتصادی در این دوره زمانی بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. سال گذشته 38.6% زنان 15 تا 29 ساله بیکار بودند و این رقم نسبت به سال پیش از آن 1.8% کاهش یافت، در حالی که پارسال 21.2% مردان 15 تا 29 ساله بیکار بودند. سهم جمعیت بیکار زنان 10 ساله و بیشتر و نیز فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران 65.9% و مردان 26.1% ثبت شده است. سال گذشته اشتغال زنان در بخش خدمات با رقم 53.4% نسبت به بخش کشاورزی و صنعت بیشترین رقم را داشت و نسبت به سال پیش از آن، یعنی سال پیش از آن، رشد 1% نشان می‌دهد. اشتغال زنان در بخش‌های صنعت و کشاورزی در سال 1397 به ترتیب 26.9% و 19.7% است. نرخ بالای بیکاری زنان یک روی سکه و روی دیگر آن مشکلات و معضلاتی است که زنان کارگر با آن روبرو می‌شوند. به گفته کارشناسان و کارگران زن، دستمزد به مراتب ناچیز آنها نسبت به همتایان مرد با وجود کار یکسان حتی بیشتر، رده‌های پایین شغلی با وجود داشتن شایستگی، دانش و تخصص‌های لازم و نبود امنیت شغلی مهمترین معضلات زنان کارگر است.
زنان کارگر از شرایط کاری خود چه میگویند؟ شیرین قربانی، دختر 23 ساله‌ای که در کارگاه کوچک تولید شلوار جین کار می‌کند، وقتی از وی درباره حرفه و مشکلاتش پرسیدم گفت 4 سال است که با معرفی یکی از دوستانش در کارگاه تولیدی پوشاک کار می‌کند. وی افسود روزهای اول به من وعده دادند که پس از چند ماه بیمه می‌کنند، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده و چون در این مدت بسیاری از همکارانم از کار بیکار شدن، من نیز از ترس این که مبادا بیکار شوم اعتراضی نکردم. این کارگر خیاطی با بیان اینکه از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر مشغول به کار است گفت در طول روز 1 ساعت وقت نهار و نماز دارم و بقیه روز بیوقفه کار میکنم. به افسود کارفرمای این واحد حاضر نیست که یک روز کامل مرخصی بدهد و حتی چنانچه سفارش کار هم نداشته باشیم مجبوریم بسته بندی کنیم و یا نظافت داخل کارگاه را انجام دهیم. وقتی از وی درباره آشنایی با قوانین کار پرسیدم گفت اطلاعی از آن ندارد و حتی چنانچه بدانم هم با این شرایط بیکاری جامعه سودی ندارد. مریم حیدری 28 سال دارد و در مهد کودکی در محدوده انقلاب کار می کند. وی سطح پایین دستمزد را نخستین معضل کاری خود بیان می کند. به گفته حیدری با وجود اینکه قرارداد کاری امضا کرده و بیمه تأمین اجتماعی هست، اما مدیر مهد کودک به هیچ کدام از موارد همچون حداقل حقوق تعیین شده توسط سازمان تأمین اجتماعی و مرخصی 3 روز در ماه پایبند نیست. وی افسود برای جبران کمبود دستمزد در منزل سفارش خرد کردن سبزی، تهیه پیاز سرخ کردنی و مواردی از این قبیل را نیز برای مادران مهد کودک انجام می‌دهد. زهرا معصومی منشی همزمان برای مطب دندانپزشکی و پزشک داخلی کار می‌کند. صبح تا ظهر هماهنگ کردن برنامه پزشک داخلی و بعد از ظهرها نیز کارهای مطب دندانپزشکی را انجام می‌دهد. وی که علاقه زیادی به رشته پزشکی دارد گفت نتوانستم از سد کنکور بگذرم و در این رشته تحصیل کنم، اما یکی از دبیرانم با سفارش خود موجب شد تا در این مطب مشغول به کار شوم. معصومی درباره حقوق دریافتی هم ناراضی بود و اصرار داشت بسیاری تصور می‌کنند چون درآمد پزشکان بالاست حقوق خوبی پرداخت می‌کنند، اما این موضوع صحت ندارد. وی می‌افزاید کار من تنها محدود به تنظیم وقت بیمار نیست و گاهی کارهای بانکی، خرید اقلام مورد نیاز مطب و مواردی از این قبیل را انجام می‌دهم و برای رسیدگی به زندگی شخصی خود فرصت زیادی ندارم. سهم زنان 80% شاغلان بدون بیمه. به مناسبت فرارسیدن هفته کارگر به سراغ سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری رفتیم و در خصوص مسائل و دغدغه زنان کارگر پرسیدیم که به ایرنا پاسخ داد مطابق آمار اعلام شده توسط مؤسسه های مالی سازمان پژوهشی تأمین اجتماعی در سال 1396 80% شاغلان بدون بیمه سهم زنان بوده که شامل مشاغل خانگی و کارگاه‌ها می شود. به گفته وی اخذ چک و سفته در کارگاه‌های غیر رسمی توسط کارفرما و ترس از بین رفتن فرصت‌های شغلی یکی از دغدغه‌های زنان کارگر است. رئیس کمیته بانوان کارگری اظهار داشت زنان در روستاها و شهرهای کوچک به عنوان نیروی کار ارزان و بدون قرارداد حقوقی در خیلی از جاها دیده نمی شوند. ای افسود، بند 9 اصل 3 قانون اساسی بر تساوی حقوق زنان و مردان تأکید دارد و دولت موظف به رفع این تبعیض ها است. برخی کارفرماها برای اینکه زیر بار تعهدات قانون کار حقوق زنان متأهل همچون حق عائله مندی و دیگر موارد نروند، بانوان مجرد را استخدام می کنند.
گلپور تصریح کرد مزد پایین، ساعت کار طولانی در واحدهای کوچک و برخی واحدهای بزرگ از مشکلات زنان کارگر است و زنان با وجود اطلاع در برابر این موارد کوتاه می آیند. وی با بیان اینکه ضعف اطلاعات حسابداری در کارگر و کارفرما وجود دارد، بنابراین کارگران موارد حقوقی را نمی دانند و چنانچه بدانند پیگیران نیستند و از طرفی برخی کارفرمایان نیز ارزش گذاری درستی نسبت به کارگران ندارند. این فعال کارگری افسود کارفرمایان در فعالیت کشاورزی شناخت درستی از فعالیت زنان کارگر و تأثیر آنها در رشد بهره‌وری ندارند و مدیریت منابع را به سمتی نمیبرند که ارزش این کارگران لحاظ شود. بنابراین سهم کارگر تنزل می‌یابد. وی دیگر مشکلات کارگران زن را پایین بودن سواد حقوقی اجتماعی در احقاق حقوق حقه خود در تنظیم قراردادها می‌داند. گلپور تأکید کرد در ایجاد و حمایت از تشکل‌های کارگری بانوان، تشکل‌های کارگری بانوان ضعف وجود دارد و فاقد حمایت‌های دولتی است و در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری که یک دهه از عمر آن می‌گذرد، تشکل بانوان کارگر هنوز نتوانسته خود را نشان دهد. راهکارها و پیشنهادات حل معضلات زنان کارگر. گلپور با اشاره به نامگذاری سال به نام رونق تولید گفت باید کار گروه تخصصی بانوان کارگر در وزارت کار با مشارکت تشکل‌های کارگران کارگری بانوان که به صورت رسمی و قانونی فعالیت می‌کنند با هدف انعکاس مسائل، مشکلات و راهکارها در قالب آیین‌نامه و بخشنامه تشکیل شود. وی تصریح کرد در بحث اشتغال زنان با عنوان خبره و مجرب در حوزه‌های مختلف داریم که به صورت دولتی، خصوصی و شخصی دانش و تجربه کسب کردند، اما در سطوح مورد نیاز به کار گرفته نشده اند. وی تأکید کرد باید نظارت کار بر محیط‌های کارگری بانوان بیشتر شود تا در نتیجه آن برخی شیوه های غلط در این حوزه اصلاح شود. گلپور اظهار داشت ضرورت تهیه و تدوین الگوی اشتغال بانوان برای صیانت از حقوق آنها احساس می شود که باید سیاستگزاران در حوزه کارگری یکی از مباحثی که به آن توجه دارند این موضوع باشد. این فعال صنوف کارگری گفت لازم است سیستم‌های دولتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارفرما در ازای استخدام بانوان از تسهیلاتی مانند پرداخت یارانه و معافیت مالیاتی برخوردار باشند و بنابراین جاذبه‌ای برای استخدام زنان ایجاد شود. وی درباره آمار قطعی زنان کارگر در کشور گفت 700 تا 800 انجمن صنفی کارگری با بیش از 6 تا 7 میلیون عضو در کشور فعالیت دارند که نیمی از آنها را زنان کارگر تشکیل می‌دهند. گلپور هدف انجمن‌های صنفی را افزایش رویه مطالبه‌گری برای احقاق حقوق، اصلاح قانون کار، گسترش حوزه مالی کارگران و بهبود معیشت بانوان عنوان کرد. ممنونم که به من گوش دادین. بحث من اینجا تموم شد. از شما تشکر میکنم. خیلی ممنون از شما سکا خانم ترابی عزیز بابت سخنرانی بسیار عالیتون. البته لازمه ذکر هستش که این رو هم خدمتتون بگم که بحث شما بحث جدیدی نیستش و در واقع امروزه بسیار این شرایط کاری که بین بانوان و آقایون هستش و در واقع از تساوی متقابلی برخوردار نیستن بابت ارزش کاری، این به وفور دیده میشه، به طوری که دست اندرکاران و مسئولان همینطور که ما شاهدش هستیم امروز فقط وعده و وعید میدن. همینطور شما اشاره کردین به
بانوانی که شایسته هستن در کارهای در واقع در شغل‌های بهتری ایفای نقش بکنن، اما دچار تبعیض میشن. خب این به وفور هستش. همچنین ساعت‌های کاری که وجود داره، خود شما هم اشاره کردین، و تبعیض‌هایی که هستش امروزه بیشتر صداش به گوش جامعه داره میرسه. من جمله از تبعیضایی که هستش، تبعیضای جنسیتی که وجود داره و آزارهای کلامی، آزارهای جنسیتی که سر کار هم بانوان در واقع متحملش میشن. این واقعیتی هستش که امروزه تو جامعه ایران به وفور داره دیده میشه. خیلی ممنون از شما و از دوستان و دستاندرکاران و همکاران گرامی. اگر اعلام مشارکت بفرمایید و اگر سوال، نقطه نظر یا صحبتی در این زمینه هستش، دستتون رو بالا ببرین و مشارکت داشته باشین. خب من ادامه میدم بابت اینکه همینطور خود شما هم فرمودین در قانون اساسی از یکسان بودن این ارزش صحبت شده، اما متاسفانه اصلا رعایت نمیشه و این رو هم ما میتونیم به موارد نقض اشاره بکنیم. بله، خب من بیدرنگ میرم سراغ سخنان بعدی. دعوت میکنم از سرکار آقای احسان احمدی خواه با موضوع کسب و کارهای دانش بنیان. جناب آقای احمدی خواه عزیز، اگر لطف بفرمایید دستتون رو بالا بگیرید که من ببینم ما که در اختیارتون قرار بدم. خیلی ممنون از شما. درود و روز بخیر بر همگی دوستان. در ابتدا برای درک بهتر از شرکت دانش بنیان لازم است کمی در رابطه با مفاهیم دسته‌بندی شرکت های دانش بنیان شرح بدم. شرکت دانش بنیان یا شرکت متمرکز بر دانش به شرکت هایی گفته می شود که دانش و فناوری جزئی جدایی ناپذیر از دارایی آنها می باشد. دانش بنیان در ایران شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش و محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش کاربرد نوآوری و تجاری‌سازی نتایج حاصل از تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر با ارزش افزوده فراوان بر اساس معیارهای مورد نظر قانون تعیین می‌شود. معیار های کالا و خدمات دانش بنیان مورد تایید عبارتند از: یک، سطح فناوری. کالا و خدمات باید در حوزه فناوری بالا یا متوسط باشند، به این معنا که دانش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی یا دانش فنی فرایند تولید محصول به دلیل پیچیدگی فنی الف به سختی قابل کپی برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکت های دیگر به بازار باشد، به نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه توسعه توسط گروه فنی خبره برای کسب آموزش. جیم، منجر به ایجاد خواص یا کارکردهای پیچیده در محصول شده باشد. دو، مرحله تولید. کالاهای ایجاد شده ارائه شده باید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی با قابلیت بررسی فنی ساخته شده باشد. همچنین خدمات باید دارای اسناد فروش باشد. سه، طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه. شرکت باید طراحی اساسی و قابل توجهی مبتنی بر فناوری تحقیق و توسعه انجام داده باشد. الف، طراحی سیستم. بخشی از محصول که علاوه بر دانش فنی 30% قیمت فروش مربوط به آن باشد، مربوط به خدمات اصلی آن باشد. بخ، طراحی یک پارچه‌سازی کالا و خدمات. جی، طراحی فرایند تولید کالا و خدمات مشروط به پیچیدگی این فرایند. با توجه به سه معیار گفته شده، محصولات یا خدمات شرکت های دانش بنیان پس از بررسی تخصصی و همترازی محصولات در فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح 1 یا 2 قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش بنیان راه حل بسیار از مشکلات کشور است، این شرکت ها می توانند راه حل مبارزه با فساد، تولید مولد و برون‌رفت از وضعیت اکنونی کشور. شرکت تولید و علم یک پیوند بسیار پررنگی پیدا می‌کند و علم به کمک اقتصاد خواهد آمد. اقتصاد دانش بنیان می‌تواند از حداقل امکانات حداکثر بهره‌وری داشته باشد. نقطه ضعف و پاشنه آشیل کشور موضوع بهره‌وری است. اکنون در یک فرایند بهره‌وری ناقصی به سر می‌آید که اقتصاد دانش بنیان این مشکل را حل می‌کند. تغییرات با سرعت رخ
می‌دهد و دستاوردهای پژوهشی در شرکت‌های دانش‌بنیان نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی ایفا می‌کند. مهم‌ترین بحث در فرآیند تجارت سازی دستاوردها این گونه مؤسسات توان حضور در بازارهای گوناگون کسب و کار، تمرکز بر بهبود کارایی و اثر بخشی تلاش‌های بازاریابی است. امروزه بسیاری از شرکت‌های نوآور با محدودیت‌های بودجه بسیاری در عرصه تجاری مواجه‌اند و اولویت آن را بیابند تا با حداقل منابع و سرمایه‌گذاری حداکثر سود لازم را برای بقا و پوشش هزینه‌های تحقیق و ثبات خویش در بلند مدت کسب کنند. رابطه معنادار و مستقیم میان شبکه فن بازار مؤثر و روند مثبت تجاری‌سازی دستاوردهای نوین در شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد. بیشتری مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش شرکت‌های نوپا بوده که بنیه اقتصادی قدرتمندی ندارند، اما بنیه علمی و فناوری آنها قوی است. تنها بخشی از شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا می‌توانند در بازار حضور یابند، در حالی که اگر آنها حمایت نشوند می‌توانند بازدهی مناسبی داشته باشند. در حوزه دانش‌بنیان چالش‌های فراوانی وجود دارد که شاید حضور مؤثر استارتاپ‌ها این چالش را از جنبه بنیه ضعف مالی شرکت‌های دانش‌بنیان رفع کند. فناور در عرصه تولید تنهاست، به طوری که وقتی محصول تا مرحله یک قدمی رسیدن به بازار داخلی و خارجی و کسب درآمد می‌رسد، مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. دومین مشکل محصول نداشتن مدیریت فناوری و بازار محققان است. بنابراین این مدل های مناسب ترسیم می شود که همزمان با توسعه بنیه علمی مدیریت فناوری محققان نیز رشد یابد. شرکت های دانش‌بنیان می توانند در کاهش بیکاری جامعه به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی نقش موثری ایفا کنند. تعداد شرکت های دانش‌بنیان در ایران در حدود 3000 شرکت اعلام شده. در واقع باید شرایطی فراهم شود تا ایده نشأت گرفته از فعالیت های پژوهشی به فناوری مبدل شود تا از دل آن یک محصول به دست آید و وارد عرصه کسب و کار شود. بخش تولید در کشور رها شده و بسیاری از صاحبان استارتاپ ها تولید را امر غیر ضروری و در وضعیت اقتصادی کشور بارها در جوامع استارتاپی به بحث و گفتگو با آنها در این مورد پرداخته شده است که چرا بسیاری از آنها صرفاً استارتاپی را برای پخش و اشراف سیستم های خارجی و تولیدات خارجی می‌دهند. حتی بانک‌ها به جای اینکه در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند، به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تجاری، خدماتی و بازرگانی رفتند و شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا را نمی‌یابند و به شرکت‌های دانش‌بنیان توجه چندانی نمی‌کنند. برخی از سرمایه‌گذاران هم صرفاً به خاطر فرار مالیاتی به سرمایه‌گذاری روی این شرکت‌ها روی آورده‌اند. شرایط دامپینگ یا همان کاهش قیمتی فراتر نرخ واحد یک چالش سخت داخلی برای شرکت‌های دانش‌بنیان که از نظر صاحب نظران برخی شرکت‌ها باور چرن به آن فقط به فکر سود کوتاه‌مدت هستند و بازار را کلی را خراب می‌کنند. دامپینگ قیمتی سیاستی وسوسه انگیزی است که تازه‌کاران تجارت را تحریک به اعمال آن در برنامه کاری خود می‌کنند. غافل از اینکه این سیاست در بیشتر موارد منجر به ورشکستگی یا قهر سرمایه‌گذار با شرکت می‌شود. حجم زیادی از محصولات دانش‌بنیان تولید شده در کشورهای در شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی با کالای تولید شده در برابر سطح بین‌المللی کیفیت قابل قبول و حتی بهتری دارد که به جای افتخار به این مسئله سیاست‌های نادرستی وارد کار می‌شود که از پایه شرکت‌ها را نابود می‌کند. متأسفانه برخی شرکت‌های داخلی با سیاست قلقم کردن رقیب وارد کارزار می‌شود. البته این مسئله با حدودی در بازار داخلی حل شده و حالا شرکت‌های خارجی که توانمندی ساخته‌های ایرانی را حفظ کردن به اقدام به دامپینگ می‌کنند. اگر روند شرکت‌های داخلی ادامه یابد، شرکت‌های دانش‌بنیان نوپای بومی در زیر چرخ‌های بزرگ شرکت‌های چند ملیتی خرد خواهند شد، همانطور که دیگر اثری از صنایع نساجی در کشور باقی نمانده. در آینده دیگر خبری از دیگر صنایع مطرح در ایران نیز نخواهد. دو چالش اصلی راه اندازی شرکت مبتنی بر تحقیق و توسعه است. برای راه اندازی چنین شرکتی ریسک سرمایه‌گذاری و تیم‌سازی علمی و اجرایی وجود دارد. معمولا یک نخبه در ابتدای کار تشکیل شرکت نیازی به هم تیمی‌های علمی و اجرایی نخبه دیگری دارد که این به خودی خود دشوار و هزینه بر علاوه بر تشکیل یک تیم که بتواند با هدف پیشروند یافتن سرمایه‌گذاری چالشی است. سرمایه‌گذاری که بتواند برای مدت طولانی سرمایه خود را
صرف یک پروژه کنن. مشکل دیگره راه‌اندازی شرکت‌های دانشی این است که قبل از پروسه دانش بنیان باید یک شرکت ثبت شود که اقدام مربوط به ثبت آن زمانبر است. در پروسه ثبت شرکت اقدامات اداری، مالیات، دریافت کد اقتصادی، اجاره محلی برای اجاره تجهیزات شرکت، ایجاد آزمایشگاه پرسنل، دریافت خدمات، تبلیغات و غیره از جمله راه‌هایی است که باید قبل از دانش بنیان تایید شود. معمولا یافتن سرمایه‌گذاری که صرف نظر از زمان مطمئن به سود در یک پروژه فناوره نباشد واقعا کار سختی است. سرمایه‌گذاران معمولا به سوددهی در زمان کوتاه توجه دارند و همین دلیل وارد پروسه واردات یک محصول می‌شوند که این نشان می‌دهد که هنوز مبادی واردات می‌تواند سودآورتر از سرمایه‌گذاری روی طرح‌های دانش بنیان شود. بنابراین شرکتی که تصمیم به دانش بنیان شدن دارد پروسه طولانی را باید بگذرد و این از عهده محققی پتانسیل انجام پروژه‌های علمی را دارد برمی‌آید، زیرا آموزشی در خصوص ثبت شرکت و روند اداری ندیده است و همین دلیل است بسیاری از محققان هنوز در صدد حفظ جایگاه استادی خود هستند و ترس از ورود به راه‌اندازی شرکت و دانش بنیان شدن دارند. بسیاری از آنها بودجه ندارند که صرف این اقدامات کنند، بنابراین فعالیت خود را دست می‌کشند و به کار تدریس ادامه می‌دهند. دلیل شکست بسیاری از فعالیت‌های فناور عدم آشنایی با الفبای کسب و کار، اغلب با ورود به عرصه بوروکراسی اداری دچار چالش شده و با شکست مواجه می‌شود. به همین جهت وقتی یک شرکت در پارک علم و فناوری مستقر می‌شود نباید بگویم که به بلوغ رسیده است. پیش‌بینی شده در آینده باید تمام مشکلات کشور را از طریق مجموعه‌های دانش بنیان حل کنیم و همه دستگاه و نهادهای متولی مشکلات خود را به سمت این مجموعه هدایت کنند و از آنها راه حل. اگر زیرساخت لازم ایجاد و آموزش صحیح به شرکت‌های دانش بنیان ارائه شود و مورد حمایت قرار گیرند، قطعاً این شرکت‌ها به بلوغ برایش خواهند رسید و آن زمان است که می‌توان مشکلات را به آنها نجات داد تا راه حل ارائه کنند. برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان آموزش پرورش باید وارد میدان شد و دانش آموزان را از دوران دبیرستان با مفهوم دانش بنیان آشنا کنند و علاوه بر آن استعدادیابی نیز باید انجام شد تا افراد با توجه به استعدادی که دارند آموزش های لازم را دریافت کنند و روش پیدا کنند. وقتی به بخش دانش بنیان توجه کنیم جوانان باید برای ورود به این عرصه انگیزه پیدا خواهند کرد. بنابراین با حمایت هدایت راهبردی برای گذاری مناسب می توان تعداد شرکت های دانش بنیان را افزایش داد. راندخانی سیستماتیک و بندهای رایج در بازارهای تجاری و اقتصادی ایران تفاوت فاحشی با گفته های مسئولان مبنی بر حمایت و پشتیبانی از صنعت به خصوص شرکت های دانش بنیان دارد که اینا شرکت های که خود ذاتاً شرکت های باریشی بالای سرمایه‌گذاری دارند و به دلیل نوپا بودن با استفاده از نیروهای جوان و تحصیل کرده و عدم داشتن تجربیات کسب و کار هستند، هر گونه رانت و رقابت ناسالم می تواند به ورشکستگی و انحلال سریع این گونه شرکت ها منجر شد. عدم توجه به ذات وجودی شرکت های دانش بنیان و درک آن که همانا استفاده از نیروهای دانشی است که به واقع نیروهای فوق العاده با ارزشی برای این نوع کسب و کار هستند، توسط مسئولان دولت هم باعث کدورت ایشان و مهاجرت به خارج کشور میشد و یکی از دلایل فرار از شرایط اجتماعی و محدودیت فردی بشه. در تمامی کشورهای مدرن و پیش رو آزادی فردی و اجتماعی افراد به خصوص چنین نیروهای احترام خاصی میگذارند و سعی بر جذاب کردن محیط کسب و کار همانطور که این افراد میپسندن میکنند. ولی شوربختانه در ایران توجه به تفکر رهبران مذهبی و کسب رضایت آنها از هر چیزی مهمتر است، خواه چه نیروی گرانبها و غیر قابل جایگزین دانشی و چه ورزشکاران و هنرمندان و غیره باشه. با امید روزی که در ایران شاهد باشیم که ارزش جوانان و سرمایه مادی و انسانی مهمتر از تفکرات فردی با ایدئولوژی خاص بشه. ممنون، متشکرم. با سپاس از شما جناب آقای احمدی خواه عزیز، ممنون بابت سخنرانی بسیار عالیتون. در داخل سخنرانیتون من یک نقد منصفانه دارم جناب احمدی خواه عزیز. من اینجوری احساس کردم که در ابتدای سخنرانیتون یک مقداری اولش با عجله خونده شد، من سرتیترها رو گم میکردم، اما در موضوع سخنرانی شما به مشکلات این شرکت ها اشاره کردید، نبود در واقع مدیریت، نبود تامین مالی
پیدا نکردن یک تیم همکاری، یعنی در واقع یک تیمی که از شامل متخصصان باشه که بتونن بیان اینها رو مدیریت بکنن، ازشون دعوت بشه. نبود زیرساخت اصلی ترین موضوع هستش اینجا. ما میتونیم دعوت بکنیم از، یعنی در واقع دولت باید دعوت بکنه، در کشورهای دیگه اینجوریه که نمایشگاه هایی برپا بشه، از افراد متخصص و شایسته دعوت بشه که بیان و این تیم رو در وهله دوم در واقع دعوت بکنن به همکاری، این تیم تشکیل بشه و در نهایت برای ثبت شرکت که خود شما هم به خوبی اشاره کردین، برای این ثبت شرکت، برای این شرکت های دانش بنیان باید منوالی صورت بگیره که این آسون باشه کار، یعنی در واقع اینها متاسفانه صبر نکنن نصف سال، 6 ماه، 7 ماه دوندگی تا بخوان یک شرکت رو به ثبت برسونن، تا بتونن به یک در واقع عددی برسن، در واقع به یک ثبتی برسن. من فکر میکنم که بسیار زیبا شما اشاره کردید، من فکر میکنم این نبود زیرساخت از اصلی ترین مشکلات هستش. خیلی ممنون از شما، از بقیه دوستان و همکاران گرامی حاضر در جلسه دعوت میکنم اگر نقطه نظری دارن با ما به اشتراک بذارن، صحبتی هست بفرمایید که مشارکت داشته باشین در بحث. اگه سوالی هست از جناب آقای احمد کاریشون حضور دارن میتونیم سوال بپرسیم. خب جناب آقای احمدی خواه، خیلی ممنون از شما. من یک سوالی خدمت شما دارم. آیا با تفاصیل این مشکلاتی که شما خودتون فرمودین، از نظر شخصی چه راهکاری رو، ما خب همگی میدونیم که زیرساخت مشکل داره، اما من دوست دارم از شما بشنوم که آیا راه حلی به نظر شما برای در واقع بهبود این وضع شما راهکاری رو دارید؟ مثلا به عنوان مثال افرادی به صورت شرکت‌های خصوصی وارد بشن و بیان سرمایه گذاری بکنن برای افرادی که متخصص هستن و خب در نتیجه این سرمایه هم که بعدها به دست میاد میتونن بین خودشون تقسیم بکنن. آیا این موضوع امکان پذیر هست یا خیر؟ ببینید جناب شیر محمدی، من با دوستانی بودم که این کار رو میکردن. اول که 2-3 تا مشکل همزمان داریم که همگر تقویت میکنن در راستای منفی شد. یکی که خب اون رانکی که هستش، طرف میاد یه شرکتی میزنه معادل کالا یا خدمات خارجی رو میاره. من خودم اوائل که توی کاری بودم تقریبا دانش بنیان تقریبا خیلی ضعیف میشد گفتارش، یه ابدایی یک دوستی کرد بوده شرکت نه یه پمپی رو ساخت 1.5 میلیون تومان و تضمین کرد، گفت آقا تا 1 سال ببرین، اگه نخواستیم یه پولتون اینم بگیرید، خسارتتون هم بگیرید، ولی به شرطی که قرار شد 10 تا دیگه از این پمپ بدهش، یا حاشیه سود 50% هم بزنیم من بخورم. بعد 2 سال پیگیر شدیم، گفتیم خب چی شد، یا پمپ رو بیاریم پس بگیریم، یا حرفی که زدین هم من بگیریم. گفتن نه ما رفتیم، یعنی دوستی که واسطه بود گفت ما رفتیم اینو از امریکا خریدیم، همون امریکای جنایتکاری که اینا میگن. گفتیم چجور اینا، چون که خیلی دوست بود و اینا، به ما گفت ما $100,000 خریدیم، دلار موقع بود 400 تومن، شما حساب کن چقدر تفاوت قیمت. یه 100,000 تایی هم بین بچه ها تقسیم کرد، یعنی 100,000 تا چیز گرفتن، حق حساب گرفته بودن. و یعنی منظورم این که خب فساد اینقدر ریشه میدونه، هر جا که خوبه رانت ها و فساد های بسیاری یکیه. دوم که خب این کار خیلی ریسک بالایه، یعنی دانش بنیان پر ریسک، پس سرمایه گذار وقتی میبینه خب با یه حرکتی که یه کالا رو از خارج بیاره خیلی راحت، یه زد و یه دونه مثلا ملک خرید و فروش کنه، چرا بیاد تو ریسک؟ اول از همه بعد مثل کشورهای مدرن ورود کالا آسون بشه که حاشیه سودا کم شه. بعد به ذهن من مثلا کالای مسکن نشه کالای سرمایه، نشه سودا کلون بشه باشه، چون این مسکن من خیلی از بیزینس ها کسب و کارا دیدم همیشه یک الگویه، هر کی تو کارش مثلا یه ذره موفق نیست میگه اگه یه روزی ملک خریده بودم الان 10 برابر سود کرد، در صورتی که با همون کسب و کارش هم خوب پیشرفت کرده، ولی همیشه یه وسواسی ایجاد میکنه واسه افراد که میگن خب من یه ملک میخرم، یه کار خیلی راحت و بی ریسک، اینقدر هم سود میکردم، اینقدر هم اجاره میکردم، هیچ مشکلی هم. ولی خب تو ایران یه سود ناباورانه از چندین درصدیه، به خاطر همین مردم میگن خب ما کارهای ریسکی کمتری هست، یا همون زد و بند، یا میگم مثلا یه چیزایی مثلا طرف این کارو اصلا بلد نیست، صرف این که خب این یه پروژه‌ای میرن به آشنا خودشون، حالا
من تو شرکت کارخونه دیدم، کارخونه 4000 نفری دادن دست یه نوه‌ای آیت اللهی در از یک سال ورشکست شد کارخونه در 30 سال فعال. حرف هم زدم گفتم حالا جوونه دیگه تجربه ای کرد 4000 نفر بیکار شد. حالا دیگه دانش بنیان که خب خیلی بدتره، یه خود خودتون بهتر می‌دونی، جوون تحصیل کرده یه پتانسیل بالقوه برای خروج از ایران داره، چون میاد مقایسه می‌کنه میگه من مثلا متخصص 10000 دلار فلان کمپانی آمریکایی می‌گیرم، خب چه انگیزه‌ای داره؟ طرف میاد بیرون به خاطر یه حجابش، به خاطر یه آزادی فردی ساده اش توهی میشه، از اون میبینه خب بسار خیلی بهتره واسش و اینم روش دارن کار میکنن، سیستماتیک دارن کار میکنن جوانا رو جذب کنن. سر تا سر دنیا سا نه واسه ایران، همه دنیا نیروی دانشجو رو خوب جذب میکنه. شما الان نیروی دانشجو باشی همینجوری که نشستی تو خونت نشسته باشی میان بهت انقدر پیشنهاد میدن که بری. من مثلا دوستانی بودم تو جایی که بودم، مثلا دوستای دانشگاه شریف زیاد داشتم، همه ترم دو سه به بعد دیگه داشت اومده بودن داشتن آیلتس میگرفتن که برن. خودتون بهتر، این مشکلات خیلی فراتر از این، اصلا بنیانی و طرز تفکر مسئول ها عوضه. امید داریم که شاید هم هست دیگه، نمیدونیم چی کنیم. بله با سپاس از شما، در واقع همینطور هست که شما میفرمایید. من در واقع سه عامل اصلی رو هم اینجا شاینده کردش که بگم، یکی نبود زیرساخت هست که خود شما بسیار عالی اشاره کردید بهش، یکی از علل و عوامل هم همین علت باعث میشه که بسیاری از افراد سرمایه‌دار هم مشتاقانه تصمیم بگیرن که مهاجرت بکنن از ایران دیگه. یعنی این رو هم ما میتونیم مزید بر علت بدونیم که همینطور شما خود شما هم فرمودین، در واقع نخوان این ریسک رو بپذیرن، سرمایه گذاری بکنن، همکاری بکنن، بنابراین یا به قول شما پول رو میذارن داخل بانک، قطعه زمینی میخرن تو اون راه ها سرمایه گذاری میکنن، یا اینکه شامل بسیاری از افراد یا به صورت تیمی مهاجرت میکنن یا به صورت فردی. از دوستان عزیز اگر مشارکتی هستش، اگر نقطه نظری هستش در خدمتتون هستیم، اگر نه که ما بیدرنگ میریم به سراغ سخنان بعدی. جناب آقای امیر حسین فانی با موضوع کارگر فصلی در خدمت شما هستیم، اگر لطف بفرمایید دستتون رو بالا بکنید که من ببینم و مایک رو در اختیار شما قرار بدم ممنونتون میشم. سلام دوباره خدمت دوستان عزیز. خب من سخنرانی امروزم در مورد کارگران فصلیه، سعی کردم خیلی خلاصه باشه که وقت دوستانم گرفته نشه. درآمد یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران فصلی است که هر ساله با فرارسیدن فصل سرد سال بیشتر می شود. اما این بار کرونا است که باعث بیکاری 2 میلیون کارگر ساختمانی فصلی شده است. با فرارسیدن فصل پاییز و رسیدن فصل سرد سال، همچنین همزمان با فراگیر شدن بحران کرونا در کشور، به نظر می رسد کارگران فصلی هم از کارگران ساختمانی، روزمزد و کشاورزی منابع درآمدی خود را از دست دادند. از سوی دیگر به دلیل تبعات اقتصادی کرونا، تورم فراگیر و بیکاری فزاینده در فصل‌های گرم سال، یعنی در تابستان و بهار، میزان درآمد این بخش از کارگران کشور از ابتدای سال جاری با کمبود و نزول شدیدی مواجه شده است. از این جهت بخشی مهم از کارگران کشور در خطر سقوط معاش و مهلکه فقر قرار دارند. با این حال انتظار این کارگران حمایت است تا بتوانند از این وضعیت نجات یابند. دهه هاست که نرخ بیکاری و میزان اشتغال به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعه در کشورها مطرح و در ارتباط با سیاست گذاری های کلان در حوزه اشتغال زایی مورد استفاده قرار می گیرد. دولت‌ها در سراسر جهان همواره در راستای تحقق عدالت اجتماعی در مسیر توسعه اشتغالزایی را در برنامه‌ریزی‌های بلند مدت مورد تمرکز قرار می‌دهند. در حوزه اشتغال تقسیم بندی رسمی و غیر رسمی تعاریف متفاوتی داشته و با توجه به شرایط اقتصادی و در مسیر توسعه بودن کشورها، بخشی از اشتغال در جهان به صورت غیر رسمی است که دستفروشان نیز در حوزه آمار غیر رسمی قرار می گیرند. اگر حتی دستفروشی را در قالب اشتغال پنهان یا اشتغال غیر رسمی به عنوان فعالیت در راستای درآمد کافی برای گذران امور بدانیم، باز هم این بخش از جامعه که به دلایل متفاوت از جمله
مسائل معیشتی به این شغل روی آور شده اند با مشکلات بسیار عدیده‌ای روبرو هستند. بخش بزرگی از مشکلات دستفروشان در حوزه اقتصادی و معیشتی و نیز در ارتباط با مسائل بیمه‌ای و عدم ساماندهی در ارتباط با فعالیت آنهاست که نیازمند سیاست گذاری در بخش‌های مختلف دولت، بخش خصوصی و شهرداری هاست. در میان قشر کارگران، کارگران فصلی یا ساختمانی در شرایط کاری سختری نسبت به سایر کارگران به سر می‌برند. درصد زیادی از این افرادی که به صورت کارمزد و بدون هیچ قراردادی کار میکنن بیمه و مزایایی ندارن. به گونه ای در یک سال گذشته و با رکود شرایط کار در جامعه و جولان گرانی ها قادر به تهیه مرغ و گوش برای خانواده خود نبودن و همگیری ویروس کرونا نانوروزی اندکشان را آجر کرده است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته مشخص شده که میزان خط فقر برای یک خانواده سه نفره 7,040,000 تومان است. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران برای سال 1400 تنها با افزایش 39% به 2,655,000 تومان رسیده است. همچنین بن کارگری 600,000 تومان، بن مسکن 450,000 تومان، پایه سنوات 140,000 تومان و حق اولاد 345,000 تومان تایید شد. دیگر سطوح درآمدی نیز 26% افزایش یافته. در مجموع حداقل حقوق برای یک خانواده سه نفره 4,190,000 تومان برآورد می شود. در زیر توجه شما را به صحبت یکی از کارگران جلب می کنم. شغل اصلی من جوشکاری است، اما در یک ماه اخیر تنها 3 روز سر کار رفتم. کار نیست و مجبور هستم کار ساختمانی انجام دهم، اما چندین وقت است که همان کار ساختمانی هم نصیبم نشده است. وضعیت زندگی برای قشر کارگر بسیار سخت شده است. حتی توانایی خرید مرغ را ندارم. وقتی کار میکنم بیمه نمیشوم. اکثر کارها کوتاه مدت است و درآمد روزانه هم بیشتر از 150,000 تومان نیست. وی در مورد وضعیت سخت زندگی خودش میگوید. 2 فرزند دارم و در یک خانه سرایداری 12 متری زندگی میکنیم. همسرم در آنجا نظافت انجام میدهد و ماهیانه 500,000 تومان دستمزد میگیرد. در این ایام عید هیچ کاری وجود ندارد. وقتی به خانه برمیگردم دستانم خالی است و نمیتوانم خواسته ها و نیازهای فرزندانم را برآورده کنم. این کارگر ادامه میدهد: اگر در روستای مرزی خودمان در کنار مرز دوقارون آب داشتیم، به همان کار کشاورزی ادامه میدادم و در کنار پدر و مادر خود زندگی میکردم و 8 سال آواره دیگر شهرها نمیشدم. یکی از مشکلات دیگر این قشر کارگری سرکوب آنها توسط نیروهای شهرداری می باشه. سوال اینجاست که دستفروشانی که با هزار زحمت نانی در می آورند چه ضرری به دیگران می زنند؟ سماجت نیروهای شهرداری برای برچیدن بساط آنها به اسم زیباسازی شهر به چه معنی است؟ به راستی ضربه‌ای که دستفروشان به اقتصاد کشور وارد می کنند با کدام طرح نابود کننده اقتصاد توسط سران حکومت قابل مقایسه است؟ سرقت و چپاول ثروت‌های عمومی کشور مردم را وادار به دستفروشی کرده است. بسیاری از دستفروشان جوانان فارغ التحصیل از دانشگاه با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکترا هستند. دستفروشان به عنوان نیروی کار پنهانی هستند که به دلیل سونامی بیکاری مجبور به پهن کردن بساط شدند. اما از همه دردناکتر دیدن دستفروشان کهنسال در سطح خیابان هاست. آن هم در جامعه‌ای که اکثریت آن رو به پیری می روند. بسیار سخت است که مردم نظارگر دستفروشی پدرانشان باشند. آنهایی که به دلیل نداشتن بیمه و حمایت مالی مجبور به تأمین هزینه های زندگی در سالهای پیری می باشند. سؤالی که همه مردم از سران حکومت در رابطه با دستفروشان دارند مشخص است. دولت برای رفع بیکاری جوانان چه اقداماتی انجام داده است؟ برای تأمین هزینه زندگی سالمندان و بازنشستگان حکومت چه کار کرده است؟ حکومت چه اقدامی برای تأمین زندگی مردم به خصوص دستفروشان انجام داده است؟ این سوالات یکی از 1000 خواسته مردم از سران دیکتاتوری حاکم است. به راستی تا زمانی که برای رفاه مردم و دستفروشان قدمی برداشته نشود چه انتظاری برای ثبات حکومت خود دارند؟ تجربه فروپاشی شوروی نشان داد که بمب اتم و اولین ارتش دنیا در مقابل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی هیچ کارایی ندارد.
سران این حکومت هم باید منتظر سرنوشتی مانند سران شوروی باشند. جناب آقای شیر محمدی، سخنرانی من تموم شد. مکتب اختیار شما. خیلی ممنون از شما جناب آقای فانی عزیز. امید به این که در جلسات بعدی سخنرانی کامنتری رو از شما با در واقع محدودیت زمانی که داریم بشنویم. و اما در رابطه با موضوع شما، من زمانی در واقع این موضوع سخنرانی من هم بود، جالبه که اشاره بکنم موضوع کارگران فصلی مختص به کشور ایران نیستش و بسیاری از کشورهای اروپایی هم متاسفانه من جمله یونان به عنوان مثال، حالا اون بخش اروپا در واقع اروپایی ترکیه و در واقع قبرس هستش، این وسط اروپایی نشینش، اینها کشورهایی هم هستن که با کارگران فصلی همیشه دست و پنجه نرم میکنن، با این موزل اجتماعی بزرگ که مسلماً از طرف حکومت پشتیبانی نمیشه. بعد در واقع میتونیم این رو هم این شاهد ذکر هستش که بسیاری از کارگران فصلی هم ما شاهد این بودیم در داخل ایران که یا به دو نوع شغل داشتن، یعنی در واقع در یک سری فصلهایی مثل بهار تابستون به شغل در واقع باغبونی در گلکاری به این کارا میپرداختن و مواقعی که کار نبود به کارگرهای ساختمانی تبدیل می شدن و این یک اوضاع اسفناکی بود که متاسفانه خب خود شما هم اشاره کردید از حق بیمه اینها برخوردار نیستن. اگر ما بتونیم از کلمه در واقع کارگرهای، حالا به صورت غیرقانونی هست دیگه، در واقع بیمه که بهشون تعلق نمیگیره، خدمات اجتماعی که به یک سری از کارگرها تعلق میگیره بهشون تعلق نمیگیره، خطراتی که داخل کار برای اینها پیش میاد شاهنزه کردش که در واقع یک فردی که باغبون هست، باغدار هستش، چطور میتونه که بعدها به عنوان یک کارگر ساختمانی بره و کار بکنه. و خب ما توی اخبار هم همین اخبار کمیته کار و کارگر هم دیدیم که بسیاری از افراد، درست کارفرماها مقصر اصلی هستن اما خودشون هم بی احتیاطی میکنن چون آموزشی ندیدن در واقع اینکه بابت اینکه کارگر فصلی هستن و همیشه هم از مشکلات معیشتی متاسفانه رنج میبرن و بدون حمایت دولت و حکومت، همون که خود شما هم اشاره کردید، یکی از خواسته حکومت هایی که در واقع رادیکال هستن همین هستش که اینها رو تحت پوشش قرار داده، در واقع تحت پوشش قرار داده نمیشن. از بقیه دوستان و همکاران محترم اگر لطف بفرمایید که مشارکت داشته باشین در رابطه با موضوع جناب آقای فانی که مطرح کردن کارگران فصلی، من میدونم که بسیاری از دوستان در این مورد قبلا مشارکت داشتن و سخنرانی‌هایی رو داشتن، اگر نقطه نظری رو با ما به اشتراک بذاریم ممنونتون میشیم. بله جناب آقای احمدی خواه عزیز، بفرمایید، ما در اختیار شماست. جناب شیر محمدی، همونجوری که از اسم کارگر فصلی مشخصه، این کارگر خب در یک فصل های مقاطع خاصی کار میکنن و اگه حمایت خاصی نباشه یا باید خیلی درآمدشون بالا باشه که کفاف هزینه های کل سادشون بده، یا اینکه دولت به عنوان بانی و پشتیبان ملت اینا رو یه جور تامین کنه. خب خیلی ریسک بالاییه که یک شخص مثلا یه بازه زمانی 6 ماه 3 ماه 9 ماه کار کنه و با بقیه سال بخواد از اون تغذیه کنه و به خاطر همین دولت باید حمایت کنه، یا اینکه اینا یه شغلاشون جوری تعریف شه که درآمدش خیلی زیاد باشه که بتونه هزینه کل سالشون. خب متاسفانه نیست، یا اینکه حداقل باید یه کاری کنن که اینا در دورانی که بیکارن، مثلا اگه کسی کارگر فصلی تو برداشت محصول رو یه خدمات تولید داخلی برای مثلا همون محصول باشه، مثلا چه می‌دونم کمپوت سازی باشه، همون کارگرها باید استخدام بشن. یعنی یه جوری دولت حمایت کنه که همون کارگران فصلی که در مقاطعی که اون محصول تولید میشه در ارزش افزوده میخواد پیدا کنه، همونا رو شامل کنه که اونا بیکارن. ممنون متشکرم.
بله خیلی ممنون از شما جناب آقای احمدی خای عزیز. دقیقا همینطور هستش که شما اشاره میکنید، بسیاری در واقع با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن و خب ما این کارگر فصلی هم که خود شما هم اشاره کردید دیدیم، در واقع باغدارها هم از این مشکل خیلی رنج میبرن، ولی خب متاسفانه همون عدم حمایت و پشتیبانی که شما اشاره کردیم در واقع یکی از علل و عوامل اصلی هستش که من روی صحبتم رو به دولت و حکومت و مقامات مسئول هستش که فقط میان یک سری وعده و وعید میدن در این رابطه، اما خب هیچ موقع قانون کار از اینها حمایت نمی کنه، قانون کاری که طبق قانون جمهوری اسلامی نوشته شده و باید حمایت بشه. جناب آقای جعفری، اگر من اشتباه میکنم اسمشون رو عذرخواهی میکنم، مایک در اختیار شما بفرمایید. با سلام خدمت همه عزیزان و عزیز، خسته نباشید، خدمت شما و سخنرانان محترم. والا بحث کارگرای فصلی هم تقریبا مثل همه بحثای دیگه به یه شکلی میشه گفت که موزل بزرگیه که تو حکومت جمهوری اسلامی خیلی بهش توجه نمیکنه. به اعتقاد من خب قوانین باید یه قوانینی باشن که اولا سیستم محکم باشه و ثانیا ضمانت اجرایی داشته باشه. ضمانت اجرایی رو هم معمولا خب کارفرماها تامین نمی‌کنن. اینه که باید یه به اصطلاح سازمانی مرکزی جایی باشه که از اینا یه حمایتی بکنه. یعنی این که مثلا سندیکاهای کارگری یکی از مواردی هست که باید قاعدتاً از اینا حمایت بکنن و اینا رو تحت پوشش قرار بدن و به شکلی اینقدر به اصطلاح توان اینا داشته باشن که بتونن از اینا حمایت بکنن و حق و حقوق اینا رو بهشون داده بشه. متاسفانه از این ور که این کار انجام نمیشه. حالا من خودم تو منطقه ای که زندگی میکردم خب بحث به اصطلاح تولیدات محصولات باقی و اینا خیلی زیاد بود که من با به اصطلاح دهدار و چیزای اینا که صحبت میکردم حتی بهشون مثلا این پیشنهاد دادم که شما باید یه سندیکای مثلا باغداران داشته باشین که این سندیکا بتونه یه تعداد افراد مثلا از هر روستایی جداگانه مثلا یه نفر دو نفر باشن و یه تشکیلات منسجم رسیدی داشته باشین که بتونه و این قضیه رو هم ببریم سطحش بکنیم که بتونه ازتون حمایت بکنه و حتما هم مثلا با فرماندار شهرستان یه هماهنگی بشه به یه شکلی که به حساب از شما حمایت بشه. متاسفانه خب بعضیم به خاطری که هم بی‌سوادم هم خیلی رغبتی به اصطلاح این کار ندارم، خیلی به اصطلاح پیگیر این قضیه نیستم و از اون برم حمایت کننده به اصطلاح ندارن که از اینا حمایت بشه. همینجوری یه طرف مثلا میبینی یه محصول باقی داره، این محصول باقش که باید به شکلی باشه که بتونه به حساب با فروش این محصولات تمام سالش رو تأمین بکنه، یا فرض همون به حساب کارگرایی که مثلا تو تابستون دیگه میتونن برن کار بکنن ولی دیگه تو زمستون و به حساب فصلهای دیگه شاید خیلی کارشون نباشه. اینی که متاسفانه خصوصا حالا تو حکومت جمهوری اسلامی ایران که از اینا هیچ حمایتی نمیشه و معمولا هم کارفرماها به یه شکلی هست که حق و حقوق اینا رو رعایت نمی کنن و حق و حقوقشون رو بهشون نمی دن. ممنونم از این که ما که در اختیار من قرار دادیم. خیلی ممنون از شما جناب آقای جعفری عزیز. بله در واقع همین طور هستش که دوستان اشاره کردن و خود شما هم اشاره کردین. جالبه که در رابطه با این بحث
ایران میتونه مقایسه بشه با کشورهایی مثل کنیا، گواتمالا و بخشی از اندونزی و بخشی از کشورهایی مثل در واقع تایلند و کشورهایی که کارگرهای فصلی دارن. اصلا اونجا یعنی ایران در واقع به نوعی داره به اون سمت میره که این داره یک روال میشه. و همینطور که خود شما جعفری اشاره کردید، وقتی زیر ساخت و سندیکاها و مراکز و جایی نباشه که اینها بخوان مطلع بشن از حق و حقوق خودشون و اون حق رو طلب بکنن، یعنی در واقع برن دنبال حقوق خودشون و طبق اخبار و شواهدی هم که در رسد هر روزه این سندیکاها و اتحادیه ها معترض هستن و شامل، یعنی هر روزه ما شاهد اعتراضات سراسری در این رابطه هستیم در رابطه با کارگرها، این دیگه اصلا لای این اخبار و لای این مشکلات جامعه ایران در واقع گم میشه. این بسیار در واقع موزلی هستش که امروزه ما میتونیم بهش بپردازیم و امروزه گریبان بسیاری از افراد هم گرفته. بس این رو هم شایان زیک هستش که همینجور که جناب آقای احمدی خواه هم گفتن، افراد باید انقدر این محصول رو فروش بکنن به عنوان مثلا که یه سودی برسن که مثلا وایسن تا سال بعد، اما هیچ موقع این اتفاق نمیفته با توجه به وضع آب و هوایی و در رابطه با این باغداری و اینها هم که هست. فکر نمی‌کنم کارگری باشه یا کارفرمایی باشه که بتونه از محصول درآمد یک سالش اینقدر بهره ببره که بتونه به کارگرهای زیر دستی خودش پول پرداخت بکنه که اینها مجبور نباشن برن به کارگر در واقع به فصلهای بعدی برن توی کارهای دیگه یا انجام بدن، مثل کارهای ساختمانی، مثل شغلای خدماتی که مشاهدش هستیم امروز. از بقیه دوستان و همکاران عزیز اگر کسی سوال یا نقطه مشارکتی داره، نقطه نظری داره، خواهد ما با اشتراک بذاره در خدمتون هستیم. در غیر این صورت ما به موضوع بحث آزاد میپردازیم با موضوع حق امنیت اجتماعی. قبل از پرداختن به این موضوع، من از دوستان و همکاران خواهش میکنم که در بحث آزاد مشارکت حداکثری رو داشته باشیم که بتونیم اول به یک مقدمه دست پیدا بکنیم، بحث بکنیم و در نهایت به یک نتیجه واحدی برسیم که بتونیم در این رابطه فکر بکنیم. در واقع ما بسیاری از مسائل و مشکلات و مسائل اجتماعی رو میدونیم، اما من خواهان این هستم که در ابتدا با یک مقدمه شروع بکنم و بتونیم بحث بکنیم و به یک نتیجه گیری واحد برسیم که شاید بعدها بتونیم روش فکر بکنیم که به چه راه حل هایی ما میتونیم در این زمینه برسیم. اما امنیت یک نیاز اولیه، اساسی و هدف متعالی برای زندگی اجتماعی است. نظام اجتماعی به میزان برخورداری از امنیت، مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی پیدا میکند. بالعکس، نظام هایی که گرفتار ناامنی در اعمال اقتدار و تداوم و پایداری بقای سیاسی و اجتماعی خود هستند، دچار چالش ها و بحران اساسی می شوند. از این منظر امنیت اجتماعی جزء اصلی حقوق شهروندی می باشد و در جوامع امروزی از مهمترین وظایف و تکالیف حکومت ها به حساب می آیند. به طور کلی امنیت اجتماعی در تعامل فرد با جامعه و در دو سطح عینی و ذهنی تجلی می‌یابد. شاخص امنیت اجتماعی به حوزه‌های فکری، جانی، اقتصادی، روانی، زیستی، بهداشتی، اخلاقی، شهری و غیره تقسیم و تفکیک می‌شود. این مقدمه‌ای هستش که در واقع ما می‌خواستیم بدونیم که در رابطه با چه چیزی می‌خوایم بحث بکنیم. در رابطه با امنیت اجتماعی که من یک پیش درآمدی به شما دادم و در اواسط بحثم مجدداً مطالبی در اختیار شما قرار میدم. بفهمین اگر دوستان نقطه نظر و مشارکتی می‌خوان داشته باشن. بله، من مایک رو در اختیار شما جناب آقای احمدی خواه عزیز قرار میدم. جناب هم میخوام ما صداتون رو ندیم. ممنون و سپاس به لذت ببخشید.
جناب احمدی خواه، ظاهراً اینترنت برای شما مشکل داره، بقیه دوستان صدای من رو اگه دارین. جناب آقای احمدی خواه فکر می‌کنم ظاهراً ایشون به مشکل خورده اینترنتشون. جناب آقای جعفری بفرمایید، مایک در اختیار شماست. با سلام مجدد خدمت همه عزیزان. حق امنیت اجتماعی خب معمولا یه وضعیت مطلوبی هست که انسان ضمن این که میتونه به اصطلاح اطمینان پیدا بکنه که به حق و حقوقش تعرض نمیشه، اینو میتونه به اصطلاح به بقیه جامعه هم گسترشش بده و جوری باشه که به هر حال بقیه هم، یعنی مطالبه گر باشه که بقیه هم به حق و حقوق اون تعرضی نمی کنه. حالا یه سری به اصطلاح تهدیدات این وسط وجود داره که معمولا باعث میشه که این حق امنیت اجتماعی دچار به اصطلاح مشکل و آسیب بشه. مواردی مثلا برای کارگرها که بخوایم در نظر بگیریم، فکر کنم بیشتر الان بحث و کار و کارگر هست. موارد تهدیدی که هست مثلا پرداخت نشدن به موقع حقوق کارگر یا بیمه نشدنش، حق عائله‌مندی و فرزندیش رو که به حساب درست رعایت نشه، یا اینکه حق پوشاکش، بیمه بیکاریش، و از همه اینا مهمتر قرارداد به اصطلاح دراز مدتیه که هر کارگری بهش نیازمند هست که به هر حال بتونه از این حق استفاده بکنه، یعنی به شکلی باشه که جوری نباشه که مثلا الان مثل قراردادی که تو به حساب ایران بسته میشه معمولا به شکلی که زیر 3 ماهه، و این زیر 3 ماه وقتی قرارداد بسته میشه، این از خود اداره کار به اصطلاح داده شده به کارفرماها، و این باعث این میشه که به هر حال کارفرماها دستشون باز باشه و هر جایی و هر زمانی که دوست داشته باشن با اینا قرارداد ببندن. و از طرف یه چیز دیگه هم که کلن رسم شده تو به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران بین کارفرما و کارگرا اینه که معمولا میان از کارگرا سفته‌های به اصطلاح زیاد میگیرن، یعنی مثلا طرف اگه که یه قرارداد باش میبندن میان یه سفته مثلا فرض 100 میلیونی 200 میلیونی اینجوری ازش میگیرن، و این فرد اگه که این فرد اگه وقت به حساب بخواد شکایت سیزی بکنه بتونن اونم صفتش رو ببره اجرا، و این ترس از این به حساب قضیه صفته معمولا به شکلیه که کارگر سعی میکنه از اون حق و حقوقش بگذاره. و این قضیه هم کلن در ارتباط با کارگرا معمولا این موادی که آسیب هست و اینا خیلی جایی نیست که بتونن از پیگیری کنن و از حقوق خودشون دفاع بکنن، و ضمانت اجرایی هم خیلی نداره که به اصطلاح بشه ازش بتونن ازش استفاده بکنن. این قضایا فکر کنم از زمانی که هاشمی رفسنجانی متاسفانه رئیس جمهور بودن و این ریاست جمهوری اینا هم بنای این بر اقتصاد بود و سازندگی اسم دولت شده گذاشته بود دولت سازندگی، یه قضیه رو اومد پایه‌گذاری کرد و اونم این که افرادی که به اصطلاح به عنوان کارگر هستن فرق توسعه و سرمایه‌گذاری باعث این میشه که به هر حال یه سری افراد زیر این چرخ له بشن،
و این له شدن و افرادی که زیر این چرخ توسعه و سرمایه گذاری میخواستن له بشن دیگه معمولا کارفرما که له نمیشه، معمولا قشر کارگره که له میشه. چرا؟ چون یکیش همین قضیه قرارداد زیر سه ماه هست، یا اینکه بیمه نکردن کارگر هست. اینا به راحتی دست تا کارفرما رو باز کرد که بتونن به تا کارفرما ها از این قضیه سوء استفاده بکنن. ممنونم، ببخشید. بله، خیلی ممنون از مشارکت شما. در واقع این مسئله که شما مطرح کردید یکی از شاخصه هایی هستش که زیر حق اجتماعی در واقع تعریف میشه. این حق حقوق اجتماعی، حق اجتماعی بر حق برخوردار بودن از این حقوق اجتماعی یک سری شاخصه ها داره که حالا به عنوان مثال 11 تا شاخصه اگر ما اینو در نظر بگیریم، یکیش اولیش هست فقر اقتصادی. مسئله‌ای که در واقع شما مطرح کردید رابطه مستقیمی داره با فقر اقتصادی که در عالم اجتماعی این تعریف شده. خیلی ممنون از شما جناب آقای احمدی ها. عذرخواهی میکنم، شما ظاهرا اینترنتتون مشکل داشت و مجددا بفرمایید. درود مجدد شهرونده که اینترنت هم مشکل داشت. داشتم خدمت رو عرض کردم، امنیت شاکل هر چیزی، شاکل هر ساختار اجتماعی. شما نگاه کنید الان موجود اوکراین چه می‌بینید، امنیت که ریخته به هم مهم نیست. شما دکترین، سرمایه داری، متخصصین یا یه کارگرین یا حتی یه بیکاری، پس این اگه امنیت نمیشه ما واقعی چیزها اصلا دیگه موضوعیتی پیدا نمید. در این راستا خب همونطوری که خب ما بحثمون کمیته کارگره، بیشتر بعد از دید کارگر و بحثای کاری ببینیم. یعنی بخوایم درباره امنیت صحبت کنیم، میشه کتاب‌ها درباره صحبت، سال‌ها میشه صحبت که بازم شاید کم. خب به طور خلاصه خب امنیت شغلی کجاش خیلی مهمه. اینی که اول که شما وقتی به یک درآمدی میرسید، هر چی سطح درآمدتون میره بالا، یه نقطه ضعف بزرگی داره که شما دچار چسبندگی مصرف میشید. شما نوع مصرفتون با افزایش درآمدتون تغییر میکنه و این تغییرش خیلی سخت و بغرنج با ضعف رو. مثلا شما اگه تا دیروز پیاده میرفتید، الان با دوچرخه میرین و فردا با یه رفتن ازتون سخت میشه و به بالا. مثلا شما این خورد و خوراکی تو مثلا با 100 یورو بود، الان میشه 500 یورو، برگشتش بهتون خیلی دردناک. شاید به سمت بالاش کسی نفر، ولی به سمت پایینش خیلی بد میشه. و افراد برای اینکه هیچ از دیگه مصرف رو جبران کنن و دوروری هاشون سطح نگه دارن، سطح مالیشون رو مغروز میشن، یعنی مشکل رو مشکل میدن. و تعهدات مالی فرد مثلا دیده من ایکس تومن درآمد دارم، یه سری تعهدات مالی واسه خودش شد، یه سری قرارداد مالی و سالا واسه خدماتی که میگرفت، خب اینا رو نمیتونه تعهد ایفا کنه و خب باعث استرسش میشه. یکی دیگه هم مشکلاتی که الان امروزه در جامعه ایرانه قراردادهای موقت کاری، البته تو خود آلمان و اروپا هم هست، ولی ایران یه خیلی بی‌ضابطه است، خیلی شعبه دار شده. یعنی که طرف میدونه امروز کار میکنه ولی شاید هفته بعد استخدامش نکنه و این خب برای یه کارگری که درآمد پایین داره، چون که عمدتا میدونیم قشر کارگر مثلا کارگر ساده خیلی ضعف مالی داره همیشه و با شکننده است دیگه. این باعث میشه که خب خیلی تبعات داشته باشه، همین کودک همسری و اینا خیلی زایده همین ضعف درآمدی خانواده است. از یه طرف دیگه این عدم امنیت شغلی باعث میشه که سعی بکنه فرد تو یه کاری که میدونه دائما شاغله، حتی اگه شده پیشرفتی توش نباشه بمونه. طرف مثلا فرضاً میره آبدارچی میشه، چون که میدونه میتونه همیشه آبدارچی بمونه، ولی نمیاد این ریسک بخوره به خاطر اون ضعف مالی که خدمتشون قبلش گفتم، بیاد بره یه چیز جدید یاد. شاید اون چیز جدید موقتا خوب باشه، این ذهنیت رو داره که شاید نتونه در بلند مدت اون شغل داشته باشه. یه مشکلی که دیگه با همین امنیت شغلی داره، خب ما می‌دونیم که خیلی از قراردادهایی که تو ایران بسیش موقته و فردو بیمه نمی‌کنه، این باعث میشه که خب فرد مسائل بهداشتی و درمانیش همیشه معوق بمونه و این خب خیلی تبعات منفی داره برای بدن و برای روحیه فرد و باعث میشه باز هم این چرخه دیگه رو شما رو بیشتر مغروز کنه و شما هی از روز قبل فقیرتر شید و هیچ وقت هم هیچ حمایتی نیست، مخصوصا وقتی یک کسی کار رسمی نداشت. ممنون، روزتون بخیر. خیلی ممنون از مشارکت شما جناب آقای احمدی خواهر عزیز. بله، در واقع مسئله که شما مطرح کردید در رابطه با فقر اقتصادی بود.
مسئله ای که مطرح کردید در کشورهای دیگه این مسئله و مشکلات داخل اروپا هم هست و داخل ایران دیگه بیداد میکنه. به عنوان مثال مثلا شرکت های لایف فیرمایی که در داخل آلمان هست، این مشکل رو میشه ریشه یابی کرد، داخلش هست، وجود داره این نابرابری که وجود داره در این شرکت ها. اما خب مسئله که شما دوباره مطرح کردید داخلش هویت خواهی بود، نبود نظام تامین اجتماعی بود، بی‌اعتمادی که بین مسئولین، دولت به مردم، مردم به دولت در این رابطه با مسئله حق اجتماعی بود. از کودک همسری که صحبت کردید دوباره ما میتونیم برگردیم به فقر اقتصادی که جناب آقای جعفری هم مطرح کرد بود و کاملا درسته، اینها شاخصهای بارزی هستش که ما میتونیم این رو با موضوع بحثمون پیوند بدیم. خانم ترابی، بفرمایید. خانم ترابی، مایک در اختیار شماست. سلام مجدد. من هم میخواستم از یه دیدگاه دیگه امنیت اجتماعی رو تعریف کنم. اجتماع، حالا چه اجتماع ایران باشه یا هر کشور دیگه، معمولا از جوامع کوچکتر تشکیل شده. کشور ما هم از جوامع مختلف تشکیل شده، مثلا کردها رو داریم، بلوچها رو داریم، عرب رو داریم، ترک ها رو داریم و هر کدوم از اینها عقاید خاص خودشون رو دارن، لباس های خاص خودشون رو میخوان بپوشن، آداب و رسوم و سنن خودشون رو میخوان اجرا کنن و اگر یک قدرت برتر مثل نظام جمهوری اسلامی بخواد جلوی اینا رو بگیره، امنیت اجتماعی کلن از هم میپاشه. اون وقت فقط امنیت ملی اهمیت پیدا میکنه. امنیت ملی وقتی که همسو با امنیت اجتماعی نباشه فاصله میفته و باعث اعتراض ها و آشوب ها و اختشاشات شده یک جامعه. همینطور جامعه از زنها و مردها تشکیل شده. وقتی که حقوق مساوی برای زنها و مردها قائل نشن، مثل همین اتفاقی که اخیراً افتاد توی مشهد و اجازه ندادن که خانم‌ها وارد استادیوم بشن و بتونن فوتبال رو مستقیم تماشا کنن با اینکه پولش رو پرداخته بودن، اومدن و اسپری فلفل پاشیدن روی چشم دخترای ما، روی چشم زنای ما. پس این جامعه از زنها هم تشکیل شده، پس امنیت اجتماعی دوباره به خطر میفته، دوباره آشوب اتفاق میفته، باز هم اختشاش ایجاد میشه و اینها باید اهمیت بدن، نباید بذارن که این فاصله ایجاد بشه. این هم یه نظری بود که من داشتم. ممنونم. خیلی ممنون از شما خانم ترابی عزیز. در واقع هرچی بحث داره جلوتر میره به همون 11 تا شاخصه ای که من در مقدمه ذکر کردم داریم کم کم میرسیم. خب ما مسئله که شما مطرح کردید در رابطه با هویت خواهی داخلش بود، تبعیض بود، مسئله که مطرح شد در رابطه با جنایت سازمان یافته، مسئله که در مشهد صحبت کردید بود، مسائل زنان بود، تبعیض قومیتی که در واقع امروز ما شاهدش هستیم بود و فساد و فحشایی که به صورت سازمان یافته هست بود و من دارم میبینم که هر جلوتر میریم داریم به این 11 تا شاخص، بلکه به قول جناب آقای احمدی خان بخوام در این رابطه صحبت بکنیم باید کتاب ها بخونیم و ساعت ها بشینیم صحبت بکنیم. اما به این 11 تا شاخصی که ازش نام برده شده به چیزی به صورت اصلی و ویژه، بله خب صحبتایی که تا الان شده زیر مجموعی است از همین حقوق اجتماعی و حق امنیت اجتماعی که ما متاسفانه داخل ایران هرچی روز به روز که پیش میریم متاسفانه شاهد این هستیم که داره مردم گرفته میشه و مردم بی‌اعتمادتر میشن. از بقیه دوستان و همکارانی که حاضر هستن من درخواست دارم که مشارکت داشته باشن در بحث ما. خب من ادامه میدم. از عناصر اصلی امنیت اجتماعی در ایران با فرض نسبی بودن، تنوع قابل کنترل، تغییر و چند وجهی بودن مفهوم امنیت اجتماعی در ایران، مهمترین دغدغه‌های ما ایرانیان رو در سطح فردی و گروهی میتونیم به ترتیب زیر نام ببریم.
1 فقر اقتصادی، 2 اعتیاد، 3 خشونت خانوادگی، 4 فساد و فحشا، 5 بی‌اعتمادی، 6 هویت خواهی، 7 تبعیض، 8 نظام تامین اجتماعی، 9 جنایات سازمان یافته، 10 مسائل زنان، 11 بیماری ها و اختلالات روانی، امنیت اجتماعی و مؤلفه های آن مانند انسجام گروهی، نظم عمومی، سلامت و مهارت افراد، امید به زندگی و امنیت هویت نقش مهمی در بقا و بالندگی ملت ها دارند که متاسفانه ما شاهد این هستیم که هر روز در ایران اتفاقات بدتری در این رابطه میفته. به عنوان مثال یکی از بحثایی که میتونیم اضافه بکنیم، امروز ما شاهد این هستیم که اتفاقات ناگوار و عجیبی میفته. مثلا میان پیچ و مهره های عابر پیاده رو وا میکنن، این برمیگرده به نبود، یعنی به وضع معیشتی و در واقع فقری که وجود داره. میان پیچ و مهره رو وا میکنن میبرن برای فروش و این پل هوایی حالا دچار خطر میشه، امکان داره ریزش پیدا بکنه. همونطور که ما تو سیستان بلوچستان بود، اگر اشتباه میکنم همکارا لطف کنن تصحیح بکنن حرفای بنده رو، مثلا این دکل افتاده بود، اعلام کردن که بله خب این دکل ایرانسل رو اومدن بررسی کردن، گفتن پیچ و مهره هاش باز شده بوده و بردن. من مشاهده این هستیم، شاهد روبوده شدن صندلی های آهنی از پارک هستیم. اینها نبود حقوق اجتماعی هستش. ما میتونیم زیر شاخه همین که من نام بردم فقر و معیشت اقتصادی نام ببریم. در رابطه با کارگرها میتونیم دوباره صحبت بکنیم که این هم هستش. کارگران، آقای جعفری یه جا قشنگ توضیح دادن که نبود در واقع آگاهی افراد در رابطه با اینکه ما به کدوم مراکز بریم برای شکایت کردن، برای احقاق حق، در واقع این خودش باعث میشه که ترس که مردم ایجاد بشه، نرن دنبال حقشون، آموزش ندیدن، آگاهی نداشتن و در وهله سوم چهارم میترسن اصلا بخوان این کارو انجام بدن. بنابراین ما میتونیم این رو هم اضافه بکنیم که در جوامعی که در حال توسعه هستن این همیشه بوده و هستش و این نبود حق اجتماعی یک موزلی هستش که من فکر میکنم از نظر شخصی، من میخوام نظر شخصی خودم هم اینجا بگم، هر روز ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای شنیدن در واقع اتفاقات بدتر. حالا امروز مثلا صندلی بوده، در واقع پل عابر پیاده بوده، در واقع معیشتی که افراد کارگرای فصلی، الان آقای جعفری گفت مردم میترسن، نبود امنیت شغلی مردم میترسن، اینا همش بارزه هایی هستش که اینو نه من بلکه متخصصان سالها تلاش کردن نوشتن در اختیار ما قرار دادن که ما داریم میبینیم اینا همه مؤلفه هایی هستش که هر روز جامعه ما داره هر کدومش اتفاق میفته. و همینطور که خانم ترابی هم مثلا مشهد رو گفتن، میتونیم مثلا ما اینو به جرمی سازمان یافتن یه جورایی مرتبط بدونیم. بفرمایید خانم مهنوش، مایک در اختیار شما. با سلام. بله، منم خواستم نظر شما رو تایید کنم که یکی از مهمترین میتونیم بگیم چیزی که برای یک امنیت اجتماعی مهم هستش در واقع تأمین مالی هستش. ما الان تقریبا 4 روزه یکی از آشناهامون، یه پسر خیلی جوون 30 یا 32 سال داره که تو جاده اندیمش و پل دختر متاسفانه راننده کامیون هستش، بعد راهزنا میکشنش. فکر کنید یعنی چقدر جامعه ما به کجا رسیده که بخوان علاوه بر این که بار یک نفر رو میخوان ببرن، به جون خودش هم رحم نمیکنه، یعنی بعد جون اون شخص رو بگیرن و بارش رو ببرن. من از خانواده‌ام شنیدم که این اولین نفر نیست متاسفانه تو این جاده و در حال حاضر یعنی راننده های کامیون و ماشین های سنگین خیلی میترسن، در واقع یه ترسی بینشون به وجود اومده که توی شب این موضوع براشون هست که احتمال داره راهزن به اونا حمله کنن و علاوه بر این که جونشون رو بگیرن، بارشون رو ببرن، جونشون هم بگیرن. یعنی فکر کنید اگه ما واقعا کشور ما تأمین مالی داشته باشه، آسایش داشته باشن مردم ما، جوانای ما کار داشته باشن، شغل داشته باشن،
میتونیم بگیم شاید به احتیاط کشیده نشن، به دزدی کشیده نشن، به جایی که به مرحله ای نرسن که حتی به یه در فاضلاب هم رحم نکنن. دلیلش چیه؟ دلیلش تامین نشدن مالیه. یعنی خب به خاطر چی این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه ببره بفروشه، حالا تامین غذا کنه، نمیدونم مایحتاج کنه، تامین لباس کنه یا خیلی چیزای دیگه. و فقر یعنی در واقع زمینه همه پیشامدهای بد تو جامعه هست. امیدوارم یه جایی برسه مملکت ما که حداقل از این پتانسیلی که این جوانای ما دارن، چه از نظر فکری چه از نظر توان جسمی، بتونه از اونا استفاده کنه و کشور رونق پیدا کنه، چه از نظر اقتصادی و اجتماعی. و اینقدر ما شاهد مرگ‌های جوانامون نباشیم، حالا به هر شکلی، یا از طریق دزدی هست یا از طریق اعدام هست یا از طریق نمیدونم هر دوستان میبونه، یا کولبرا، سوختبرا به دست نیروهای انتظامی کشته میشن متاسفانه. خواستم اینو در میون بذارم به امید روزی که امنیت اجتماعی داشته باشیم. با تشکر. خیلی ممنون از نظر شما و مشارکتتون سکا خانم مهرنوش عزیز. بله، در واقع کارشناسا امروز بررسی کردن، کارشناسای اجتماعی که رابطه مستقیمی داره امنیت اجتماعی با فقر. در واقع فقری که امروزه در ایران داره گسترده میشه و شهر به شهر همینطور اضافه میشه به این فقر اقتصادی و نبود منشأ، رابطه مستقیمی داره با این مسئله. همینطور که شما اشاره کردید به آب و فاضل، یا یعنی در واقع این درپوش آب و فاضل ها یکی از معضلاتی هستش که ما نداشتیم. در واقع سالهای اخیر این اتفاقای عجیب و غریب داره میفته که من به شخصه فکر میکنم که اگه مسئولین و دست‌اندرکاران و اینایی که بالاخره کارشناس هستن اگر وارد این حوزه نشن، اختیار ندن، این فرق چه بسا فراگیرتر میشه. و همینطور که ما داریم مشاهده میکنیم تا سالهای قبل به عنوان مثال برای امنیت شغلی و امنیت اقتصادی ما نمیدیدیم که یک خانم مسنی در واقع به دور از شأن و شخصیت بخواد در واقع از یک سطل زباله‌ای بخواد دنبال آویزون بشه و بخواد دنبال تکه نانی بگرده و بخواد غذایی تهیه بکنه، که ظاهرا دوستان خب در صفحات مجازی کلیپش رو دیدن که بسیار آزاردهنده است دیدن این کلیپ ها. بله، همینطور که شما گفتی، من هم معتقد هستم که رابطه مستقیمی داره امنیت اجتماعی با فقر، اولین شاخصه و بارزترینش هست. جناب آقای احمدی خواه، شما بفرمایید، مایک در اختیار شماست. تشکر مجدد. ببینید، یکی از مشکلات خیلی زیاده، یعنی بخواد بشه خیلی زیاده، یکی از مشکلاتی که این امنیت رو خطر میده اینه که ملت و جوری فرهنگ ما جا انداخته، چه از داخل چه خود حکومت، این قضیه که ما رو چند هویت کرده. مثلا طرف نماز نمیخونه، میخواد بره استخدام شه، میگه من نماز، طرف از یه چیزی خوشش نمیاد، بازی که خانواده‌اش ناراحت شه میگه خوشم، طرف میخواد دوستش ناراحت نشه فلان کار رو با هم انجام بده. این که ما دو سه هویت حداقل بحثی که میکنم عبده آدم هاست، حالا که فرق نیاد بگه نه من اینجوری نیستم، ما درباره کلیت صحبت میکنم. عبده آدم ها حداقل دو سه تا شخصیت دارن، یه شخصیت خصوصی خودشون که خیلی چیزها رو توش قبول دارن یا قبول ندارن، و یه حداقل یه شخصیتی که تو اجتماع باشه، حالا اجتماع خانواده‌شون یا اجتماع جامعه. این خیلی بده که این خود دولت هم همینه، یعنی دولت وقتی میری میبینی صحبت میکنی میگه به بچه گل و بوستان یا چه سرزمین شیر و عسل حکومت جمهوری اسلامی، ولی خب وقتی دقت میکنی میبینی همش شعار، یا میگم مرگ بر آمریکا، بعد فرزندانشون همشون سیتیزن آمریکا، میگم مرگ بر آمریکا، آرزوی دیدن لاس وگاس و هالیوود و اینا رو دارن. خب این چند هویتی خب خیلی ضرر میشه. خب از اون ور می‌بینیم که مثلا دولت مثل یک چیزی شده، مثل یک فولدن بدسر به خانم بچهای بدسر بس که یک کسی داره، والدین دنبال خودت روزگار خودشون هم بچه‌ها همینجوری بزرگ شدن، اینجوری داره دولت با مردم برخورد می‌کنه که میگه آقا شما هر کاری کردین کردین، حالا دزدی، جنایت شده، سوخت بری، کوله بری، چه شوتی بودن، حالا هر این شغلای
کاذب که خب بالاخره هیچ تولیدی آینده‌ای هم واسه کسی که شاغلن درش نداره، هر جوری از هر کاری کنی حالا یکی میخواد بره دزدی کنه، یعنی واقعا دقت میکنی میبینی حکومت از این چیزا رو بذارش اهمیت نداره. مثلا کشور بدترین تحریم‌های تاریخ روشه، نمیاد به آقا یه مشکلی از جامعه ما کم شه، میاد میگه رفع تحریم سپاه، این میشه اولویت مذاکراتش. خب ببینید به قول معروف آدم وقتی ببینه چی بازی یه نفر مهمه که انتخاباتش رو نگاه کنه، من که نمیتونم فقط حرف زدن رو ببینم، مثلا من نمیتونم بگم آقا من ورزشکارم بعد شما از من ببینید در دقیقا ورزش میکنه در ماه، من میگم آقا من آدمی هستم که مثلا گیاهخوارم همیشه ببینید من دارم کباب میخورم، که نشد گیاهخواری. این به خاطر همین دولت سفرش از ملت جدا کرد، تا اونجایی هم که میتونه داره منافع خودش رو نگاه میکنه. خب این یک گوشه دیگه که این دوستان هم میگفت این فقر فرهنگی هم هست، همش فقر اقتصادی نیست، طرف به خودش زحمت نمیده. خیلی ها رو من دیدم، نمیگم همه، خیلی ها رو دیدم در زمانی که خودم توی ایران بودم حاضر نبود کار کنه، حاضر بود مشکل مالی داشته باشه کار نکنه، حتی اگه شده مثلا 30% 50% مشکلات شرچه حاضر به کار رو. این فقر فرهنگی چه اینکه من مثلا 4 تا پیچ بدزدم درسته یک قسمتی از هزینه اون تامین میکنه، ولی خب باعث میشه به مغز ضرر بزنه، ایشه فرهنگی داره نه بیشتر ایشه فقر مالی. متشکرم، خیلی ممنون از شما آقای احمدی خواه عزیز. بله، ولی در رابطه با صحبت های شما من بخوام نظر شخصیمو بگم به شما، من فکر میکنم که خواسته حکومت های توتالیتر دینی مثل ایران همین هستش که در واقع بخواد داخل رو گل و بلبل نشون بده، فقر رو به صورت فراگیر انجام بده و به خارج بخواد اعلام بکنه که نه همه چی تو جمهوری اسلامی گل و بلبل هست، چیزی که شما گفتین و در واقع همین هست، و از اون طرف بخواد ریشه یابی بکنه و جلوی مسائل رو بگیره به جای اینکه به فکر مردم باشه، به جای اینکه به فکر گرفتن پولهای بلوکه شده باشه که به حال به اقتصاد مردم، به معیشت مردم، حتی سرمایه گذاری تو حوزه فرهنگی هم که خود شما اشاره کردی انجام بده، میاد به عنوان مثال مثلا برداشتن تحریم سپاه رو مطرح کنه. یعنی چی؟ یعنی اولویت افراد و مسئولین به مردم بر نمیگرده و اصلا انگار ذره‌ای براشون اهمیت نداره. من کاملا با شما در این زمینه اتفاق نظر دارم. جناب آقای امامی عزیز بفرمایید، مایک در اختیار شماست. درود بر شما همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم. یک مطلبی که خواستم رو عرض کنم بابت حق امنیت اجتماعی اینه که جمهوری اسلامی دقیقا خودش مثل یک دزد سرگردنه میمونه، یعنی با توجه به اینکه این آیه قالیباف هم خودش در این تحت آقا ما رفتیم تو زندانها، افراد شرور، افراد بزن بهادر و چه میدونم این افرادی که این تیپی هن درشون رو بردیم، ازشون تعهد گرفتیم بردیمشون شهرداری کردیمشون مأمور سد نبر. اون کارگری که حالا اخراج شده سر کارش، هر مشکلی که داشته الان رو برده به دستفروشی، که من توی کامنتایی که میخوندم الان توی چتای زوم دوستان نوشتن که حتی بعضا بین 4 تا 5 میلیون تومان باج میدن به مأمور شهرداری. دزد سری کردن یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. من مغازه داشتم تهران تو خیابون دردشت، مأمور شهرداری می اومد ساندویچ می داد که چرا صندلی که من جلوی مغازه گذاشتم رو نیاد ببره، پول دادن خود شهرداری اومده نیمکت از این نیمکت های پارکی که این توی فضاهای عمومی هست برای مغازه من جلوی مغازه من گذاشته بودن که مشتری من راحت بشینه، در عوضش می اومد باجش رو می گیره. این یه نمونه کاره که خودشون باعث عدم امنیت اجتماعی واسه مردم هم. دومین نمونه کارشون اینه که اصلا براشون اهمیتی نداره که در جامعه چه اتفاقی میفته. با توجه به اتفاقاتی که توی ایران شاهد هستیم، خفگیری، زورگیری، قاچاق، چه میدونم، از هر نوع خلافی که شما فکرشو بکنید، اون کسی که انجام میده داره با قطع به یقین انجام میده، تهش میرم جریمهشون میده، میزنم میترکونم یا رو چه میدونم از لحاظ جسمی آسیب بهش میزنم، آقا دیهشون میدم.
میرم دزدی میکنم، اگه گیر افتادم فیهشو میدم، چی میدونم جریمهشو میدم، قاچاق میکنم، قاچاق مشروع میکنم، حالا تو ایران خرابه ولی حالا خلافش نداریم، گیر افتادم جریمه مالیشو میدم. هزاران یک کار خلاف انجام میشه در ایران که منافع ملی من ایران رو به خطر میندازه. قاچاق مواد مخدر در ایران تحت نظر سپاه انجام میشه، وقتی که داره چیزشو میگیره توی مرزها، توی پاسگاه های بین شهری که مثلا سمت زاهدان و زابل و این سمت میایی به این سمت تهران قرار پخش بشه، اون افسر پاسگاه باجشو میگیره و اون مقدار تریاک چه میدونم شیشه هرچی که هست وارد خاک، وارد شهرهای دیگه ایران میشه. این یه نمونهش. و مورد دیگه وقتی که خودش نمیتونه، نمیخواد کنترل کنه، نمیتونه نه، یه شغلی الان ایجاد شده به نام گردنگیر، شاید اسمش خنددار باشه، گردنگیر یعنی چی؟ جلو در دادگاه ها به خصوص تو شهرهای جنوبی ایران، کرمان و بندرعباس و چابهار و زابل، که خب حالا قاچاق سوخت حالا هر چیز دیگه مثلا مواد مخدر انجام میشه، جلو در دادگاه ها یه سری افراد که راه به جایی واسه زندگی و کار و معیشت ندارن، جلو در دادگاه وای میسن میگن که گردنگیر، گردنگیر زیر لفظ یارو میاد از در دادگاه میاد بیرون، زیر گوشش میگه آقا من گردن میگیرم، هر جرمی داشته باشم من گردن میگیرم، به ازای هر روز 30,000 تومان که این آقا بره توی زندان، جای اون شخص 30,000 تومان میگیره، خودشو معرفی میکنه، میگه آقا بار جنس قاچاق حالا یا مواد مخدر مال منه، ایشون گردن میگیره، قاچاقچی آزاد میگرده و همچنان جنس قاچاق حالا مضر یا غیر مضر توی ایران پخش شد، که حال چه مضر باشد واسه جسم انسان، چه مضر نباشد به اقتصاد ایران صدمه میزنه و باز هم مردم ایران هم که صدمه اون قاچاق رو میبینن. وقتی دولت جمهوری اسلامی این رو میدونه و نمیاد جمع و جورش بکنه و خیلی راحت حکم رو میزنه از اسم آقای ایکس میزنه به اسم آقای فلان، اون قاچاقچی آزاد میگرده و میبینیم که این گرم هست. این همیشه حق، این همیشه امنیت اجتماعی که ما در ایران داشتیم و داریم. امیدوارم روزی برسه که این قضیه حل و فصل بشه واسه مردم ایران، واقع امنیت اجتماعی که داشت اسم میبریم در ایران حاکم باشه و جاری، نه فقط به اسم اسلام و چه میدونم این مسخره بازی ایران انداختن، به قول خودشون قرآن کردن سر نیزه و هر عمل خلاف و زشت انجام میدن، هر کس هم اعتراض کنه با گلوله مواجهه. من باک رو رها میکنم، ممنون از اینکه وقتی رو به من دادید. خیلی ممنون جناب آقای امامی عزیز. بله من هم بخوام به کامنت های شما اضافه بکنم در رابطه با مسئله ای که فهمیدید برای دستفروش ها میان برای معمولی صد معبر، که خب این اصلا یکی از فایل هایی بود که اصلا لو رفت آقای والیباف گفت. و به غیر از اون هم امروزه ما شاهد این هستیم که دستفروش ها بابت اونجایی که وای میستن باید مبالغ خیلی سنگینی پرداخت بکنن، مثلا شاید داخل کانال های تلگرام، توییتر اینا شما تو خونده باشید، جناب آقای امامی هم اشاره کردن، مثلا میان یه جای 2 متری رو در داخل پیاده رو و اینا اجاره میدن، مثلا 2 میلیون 3 میلیون شبیه، حالا بسته به اون منطقه داره و بسته به اون اجناسی که اینا میفروشن داره. مثلا یک کلیپی بود برای یک بچه کارگری که در واقع میگفت ما باید مثلا 1,800,000 پرداخت بکنیم برای این ماه که اینجا وای میستیم دست فروشی میکنیم. هم این هستش، بعد از اون طرف هم خب یه عده دیگه میان اینا رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، اصلا یه چیز خیلی افتضاح و عجیبی. شما حساب کنید پول رو پرداخت میکنین بعد یه گروه دیگه میان شما رو میزنن، اصلا واقعا نمیدونم کدوم طرف هم پول میدی هم کتکه رو باید بخوری. در واقع این هستش مسئله مسائل در واقع این جنایت سازمان یافته ای هم که شما گفتی واقعا پدیده ای بودش که از قدیم هم بود، امروز حالا توسط رسانه‌های اجتماعی دیگه راحت‌تر و خیلی سریع‌تر به گوش ما میرسه. مثلا یک نمونه دیگری هم که من خودم به صورت شخصی شاهدش بودم، من از دوستان زاهدان در واقع دوستان بلوچ زیادی دارم
دورانی که ما دانشجو بودیم درسمون تموم شد، اینا خب رفتن هر کدوم رفتن شهر خودمون، یعنی هر کی رفت شهر خودش. در واقع این دوستان بلوچستان من باهاشون تماس گرفتم، جالب جناب آقای امامی که اینا مطرح کردن، گفتم فلانی الان چیکار می‌کنی؟ خب ایشون نقشه برداری خونده بود، خیلی راحت گفت به اینام اینجا کار نیست و من مجبورم که قاشاق انسان انجام بدم. یعنی در واقع با پژو جلی این مجبور بود که به هر حال این کار قاچاق انسان رو انجام بده، که نمیدونم دیدین این جدیدن هم اینا رو سوار میکنن داخل این پژوهای حالا برای صندوقدار و اینا، با یه سرعت خیلی افتضایی هم باید اینا رو رد بکنن بیارن تا قم، بعد از قم اینا مجبورن که این افراد خارجی حالا در واقع این افغان‌ها بیان جابجا بشن و بیان از قم بیان به تهران. الان این شده این یک شغل اونجا. خب این امنیت اجتماعی چی، این حق امنیت اجتماعی چی میشه؟ بله دوستان در چت هم اشاره فرمودن که با فقر فرهنگی در نتیجه عدم امنیت اجتماعی اینا مسئله هستش که دوستان در چت هم زحمت کشیدن اشاره کردن. از دوستان و همکاران دیگه اگر نقطه نظری هست و دوستان که مشارکت داشته باشن در بحث آزاد ما میشنویمشون، لطف کنن که دستشون رو بالا بگیرم اما که در اختیارشون قرار بدم، در غیر این صورت من چند دقیقه صبر میکنم و دوست دارم که یک نتیجه هم بگیریم از بحث آزادی که داشتیم. خب ظاهرن دوستان نقطه نظری رو ندارن و من خواهان این هستم که در بحث نتیجه گیری، همونطور که هممون اتفاق نظر داشتیم بر 11 عامل اصلی که دوستان کارشناس اجتماعی نه افراد در واقع معمولی و در واقع حالا غیر متخصص این حوزه تحقیق کردن در رابطه با فقر اقتصادی، اعتیاد، خشونت خانوادگی و این 11 عاملی که من اشاره کردم و همینطور هم جناب آقای احمدی خواهر عزیزم یک نمونه خیلی زیبایی رو اشاره کردن در حوزه بحث فرهنگی. ما بخوایم روی این 11-12 تا عامل اصلی و شاخصه های بارز حق امنیت اجتماعی نقطه در واقع اتفاق نظر داشته باشیم، من به عنوان نتیجه گیری میتونم اعلام بکنم که من خودم به شخصه تنها کاری که ازم برمیاد این هستش که در واقع این حقوق اجتماعی رو در وهله اول مطالعه کنم، بشناسم، بدونم، بهش آگاه باشم و بعد بخوام در این زمینه آگاهی رسانی بکنم، افشاگری بکنم و بخوام اون عموم رو به این حق خودشون واقف بکنم. به عنوان مثال در رابطه با کارگر، همین مسئله‌ای که سخنران‌های عزیزم و سخنرانی کردن، کار در واقع کارگرای فصلی، من بیام این رو حق رو بهشون بگم آقا این حقوق شما، شما میتونید به این مراکز اگر وجود داشته باشه مراجعه بکنید، حقتون رو بشناسید و بخوام موارد و گزارش‌های نقدی که در این مورد من میره در واقع به ما میرسه رو بخوام روش مطالعه‌ای داشته باشم و بخوام افشاگری بکنم. حالا دوستان زحمت می‌کشن به هر زبانی که میتونن اینو افشاگری بکنن. حالا به عنوان مثال من خودم بخوام این رو تو جمع دوستان مطرح بکنم، این حقوق رو بخونم، در موردش آگاه بشم، به بقیه آگاهی رسانی برسونم که بله این حقوق اجتماعی هستش که حق امنیت اجتماعی هستش که ما باید بشناسیم، بهش عمل کنیم و بهش آگاهی داشته باشیم و مسئولین متذکر بشیم که این هست و این خطراتی که شما رعایت نمی کنید و امروزه داره گریبانگیر میشه، به عنوان مثال همین فقر اقتصادی، فقر در واقع فرهنگی که داره گریبانگیر همه رو میگیره، شما مسئول مستقیمش هستین و شما باید پاسخگو باشین. بنابراین نتیجه که میتونم من بگیرم این هستش که ما اینجا اتفاق نظر داشتیم و نظر شخصی خودم هم در وهله نتیجه گیری اعلام کردم. اگر دوستان دوست دارن که اعلام بکنن تو نتیجه گیری چی، کامنتی یا پیغامی رو به نتیجه گیری که من انجام بدم در واقع خواهانین هستن که نقطه نظری رو بگن بفرمایید، در غیر این صورت من فکر میکنم که میتونیم جلسه رو به پایان ببریم. با امید روزی که ما این حق رو بشناسیم به صورت جامع و بهش آگاهی داشته باشیم و بتونیم
عمل بکنیم و در واقع شاهد این باشیم که وقت این تبعیض، وقت این در واقع مسائلی که هست رو شاهدش باشیم. خب دوستان نقطه نظری ندارن، بنابراین بنده در زمان شنبه 2 آپریل 2022 ساعت 18:21 به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه رو اعلام میکنم و امیدوارم که هر جایی که هستید پاینده باشید، 13 به درتون هم مبارک باشه و ایام به کام. خیلی ممنون که مشارکت داشتید در جمع و ما رو همراهی کردین. اگه لطف کنن دوستان لایک